بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، حتی در این شرایط سخت اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. چرا میگم در این شرایط سخت؟ همه میدونیم این ماجرای کرونا به قول معروف مصیبتی که سرزده یا سرنزده آمد و مهمان همه دنیا شده، و از طرفی عملکرد دولت هایی که مدیریت ندارن، اونور آخوندهای بیلیاقت، اینور ترامپ شارلاتان و بیلیاقت، و تعداد نفراتی رو که میتونستن از بین نرن اینا با بیکفایتشون به اصطلاح زیاد کردن. همین الان که من با شما صحبت میکنم متوجه میشید من دارم آدامس میجوام. یکی از بهترین کارهایی که تا امروز پیشنهاد کردن انجام بدید، به غیر از اینی که حالا میگن ماسک بزنید و ترامپ هم آمد گفت حالا از این روسری ها اسکارف بپیچین دور خودتون و اینها، همین آدامس خوردنه. وقتی شما آدامس میجوید یا میجوین، آب دهانتون رو میبره داخل معده و ویروس کرونا میگن از اون از طریق معده از بدن خارج میشه، در صورتی که اگه همین ویروس توی دهان و بینی و اینها باشه و شما این کار رو انجام ندید و خشک بشه، اینجا میره داخل ریه‌تون. وقتی میره داخل ریه اونجا نمیدونم، اینجا از طرفی میگن این زنده نیست، از طرفی میگن زیاد میشه و اینها فعال میشه هرچی، و اونجا در ریه شما آب جمع میشه به اندازه ای که وقتی تا نصف ریه شما آب جمع شد، اون وقت شما دچار اشکال میشید در نفس کشیدن، به سرفه و اینها. حالا امیدواریم سراغتون نیاد و خیلی نگران نباشید. اون روز من پرسیدم پنیک چی میشه؟ اینجا میگن be careful but do not panic، یعنی مواظب باش. ولی دوستمون از خلیج فارس نوشته بود پنیک میشه هراسان شدن بی اساس، یعنی شما حق داری هراسان بشی، ولی اگر بی اساس باشه نتونی کاری براش انجام بدی اون میشه پنیک، اون کار رو نکنی. دوستان اگر مایل باشید ویدیوهای ما رو به دیگران هم شیر کنید، با دوستانتون شیر کنید، تشکر میکنم. و اگر سوالی هم دارید در حین برنامه میتونید روی فیسبوک بنویسید و ما هم اگه قادر باشیم و بدونیم جواب شما رو جواب میدیم، اگر نه ما هم میریم جستجو میکنیم ببینیم اون سوال خوبی که شما مطرح کردین چیه. ضمناً این آدرسی که الان اینجا میبینید paypal.me/mardomtv، این آدرسی که شما میتونید به سادگی کمک کنید. تاریخ امروز جمعه 3 آپریل 2020 هست و شرایط در آمریکا خیلی بده. 90% آمریکا توی قرنطینه هستن. این ماجرای قرنطینه کلمه اصلیش از ایتالیا آمده، معنی 40 میده. اونایی که ایتالیا هستن حتما میدونن قرنطین معنی 40 میده، از اونجا اومده که یعنی هر کسی بهش میگن قرنطینه یعنی برو 40 روز با کسی در تماس نباش. در هر صورت اونایی که با خانواده زندگی کردن، با فامیل زندگی کردن، وقتی میگن قرنطینه تصور و باورشون بر اینه که اینها با هم جمع بودن حالشون خوبه، همین جمع رو نگه دارن، با بیرون در تماس نباشن. نامه ها رو ما الان که میاریم میذاریم یه 24 ساعت 48 ساعتی هوا بخوره، اونم هوای گرم بهتره تا از بین بره. و خرید که میکنید از بیرون، یادتونه تو شیراز نمیدونم چه سالی بود که به همه میگفتن که میوه ها و سبزیجات رو با پرمنگنات، و من چقدر از این رنگ پرمنگنات خوشم میمد، وقتی میریختنش تو آب یه رنگ جالبی داشت، و میگفتن اگر ندارید با آب و سرکه قاطی کنید اینا رو بشورید. اینجا الان روش های زیادی هست، میگن چه مدت و اینا، اونا رو روی اینترنت میتونید پیدا کنید. و الی آخر آقای استقلال آزادی عکس خودشون زدن، اطلاع فیروزه بنی‌صدر درمانی برای بیماری کووید 19، فکر کنم این 19 هم که بهش میگن چون سال 2019 این شناسایی شده و توی جهان به اصطلاح پخش شده. و خانم فیروزه بنی‌صدر اگه اشتباه نکنم پروفسور هستن، دختر آقای بنی‌صدر که زن
مسعود رجوی شد، شانس آورد، اگه طلاق نگرفته بود الان مثل مریم رجوی بیکار و بیار یه مدت در صحراهای آفریقا، میخواستم بگم عراق، حالا هم در کشورهای دیگه این ور اون ور سرگردان بودن. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود که اگر شما سوالی داشته باشید میتونید از ایشون بپرسید. خیلی برای من جالب بود وقتی که مربی ایرانی به اصطلاح رفته و پناهنده شده و نوشته بود که من وقتی برمیگردم که مردم ایران آزاد باشن، من یکم برام عجیب بود. خب آقا فرار کردی رفتی، مثل ما ترسیدی اومدی، دیگه خفشو حرف نزن. حالا اگه حرف میزنی این چه جمله‌ایه؟ تا هم نشستی مثل حقا وقتی ایران آزاد شد و گل و بلبل و اینها بعدن بری، اون موقع شما رو میخوان اونجا برای مردشوری. و دیدم که آقای امیر حسین لادن هم در همین باره یه مقاله نوشتن که امروز در این موارد از ایشون صحبت میکنیم و خیلی خوشحالم که آقای فرزاد نیساری هم با شرکت در برنامه های ما، البته ایشون هر از چند هفته یه بار میان که ای کاش بیشتر به صورت مرتب میمدن، موضوعاتی رو به اصطلاح باز میکنن که قابل توجه هست و من خودم ممکنه زیادی منفی بافی کنم و شاید اون روحیه دبیر بودن و معلم بودن همیشه میگردم که توی این املاهای نوشته شده که اینها با چه زحمتی مینویسن، من فقط دنبال غلطاش میگردم. و از طرفی داریم که میگن آقا املای نوشته نشده هیچ غلطی نداره. دوستان بسیار زیادی از اون روز تا روز 13 به در بود که ما مهمونی داشتیم با نام آقای مانی خورسندی که ایشون برادر آقای هادی خورسندی هستن، وقتی که من ویدیوی اون زن لوس و بیمزهی رو که در اتوبوس میخواست ادای شیرازی ها رو در بیاره و اصلا هم به نظر من قابلیت این کار رو نداشت، خیلی از شیرازی ها تماس گرفتن گفتن آقا دمت گرم، ما هم این رو به نظرمون بد آمد. ولی آقای قوانلو یه ویدیو فرستاده که اینم جالبه من دربارش صحبت کنم. الان به خاطر اینکه نه فقط شیراز این ماجرای مسافرت ها و شهر به شهر رفتن و اینها، حتی مسافرت های به نقاط مختلف کشور رفتن خیلی یه پیش پا افتاده شده و اینها، میبینیم که اینایی که تو ایران بودن این 40 سال گذشته واقعا بعضی هاشون انگلیسیشون از من و شما بهتره. من یادم حتی این فیلم پایتخت، اون دوتا دختر دوقلو باباشون رفته برای نماینده رانندگی میکنه، خیلی جالبه. این نشون میده اینایی که بادمجون دور قابچی هستن، دور قاب هستن، یا اینایی که کاسه داختر از آش هستن، این آقایی که قبلا ورزشکارم بوده، کشتیگیرم بوده و اینها، با بردن اسلحه و ماشین و اینجوری کردن و اینها، هی اون آقای داد میزنه آقا من نمیخوام، این هی از این وری میکنه. دختراش گویا زنگ زده بودن که بیاد براشون، اشتباه میکنن همه میگن ماهواره نصب کنن. آقا خانم این ماهواره نیست، این یا بهش بگید دیش یا بگید بشقاب بزرگ سینی، نصب کنن تا بتونید از ماهواره سیگنال بگیرید به وسیله اون باکس یا ریسیور به تلویزیونتون بدید. بابایه وقتی اعتراض کرد دخترها گفتن که خب ما میخوایم انگلیسی یاد بگیریم. الان توی برنامه‌های همین فیلم پایتخت رو نگاه کنید، این مرده که همش چپ و راست میگه شه، منظور شته، اونایی دیگه ببینید چقدر کلمات انگلیسی استفاده میکنن. با یه دوستی صحبت میکردم پریروز بود، گفتم والا من کم کم تو این فکر هستم، ما که راه رفتن کپکو یاد نگرفتیم، خودمونم که کلاغ هستیم، راه رفتن خودمون یادمون رفت، دو تا کشور آلمان و اینجا اومدیم زبانش تلاش کردیم نتونستیم، برگردیم ایران بعد انگلیسی یاد بگیریم بعدا ببینیم میخوایم بیایم بیرون یا بمونیم اونجا. در صورت اینم از این ماجرا. و اینو میخوام بهتون بگم، آقای قوانلو که لطف کردن، جمشید قوانلو، و این ویدیو رو فرستادن، ویدیو خیلی قشنگیه، ولی حالا براتون پخش میکنم ببینید که توی این ویدیو هم حتی این دختر خانم شیرازی که میخواد تلاش کنه شیرازی صحبت کنه، باز بعضی کلمات رو
مشکل داره. دلیلش اینه که دیگه این کلمات گفته نمیشه. مثلا خود من یا دوستمون آقای هوشنگ شیرازی تو اون سن و سالی که بودیم، احتمالا آقای اکبری هم همینجور، حالا نمیدونم ایشون بالای شهر بوده پایین شهر بوده، مثلا محله سردوزک و تنوره بغیریا و لب آب رو ما میگفتیم لب آب، پدر ما عمای ما میگفتن لب او که همون اوه یا آبه. خیلی ها میگفتن مثلا یه لیوان آب بده بخوریم. قدیمی ترا یا اونایی که مال دهات بودن میگفتن یه لیوان او بده مثلا بخوریم. اینا عوض میشه و هیچ اشکالی نداره، زبانی خوبه که پویا باشه، عوض بشه، ایستا نباشه. ما اشکال داریم اگر هنوز میشینیم شعر شاهنامه رو میخونیم و همشو میفهمیم. این اشکاله، این نشون میده ایستا بوده اون قسمت. ولی شما شکسپیر نمیدونه مال 400 سال پیش بوده، مال کی بوده، مال لندن الان میخوای بخونی باید یه کسی بیاد برات توضیح بده. این زبانشون پویا بوده، رفتن جلو. من این ویدیو رو اگه بتونم پیدا کنم که میتونم به احتمال زیاد، چون تا الان یادمه که این آقای جمشید قوانلو فرستادن، با هم گوش میدیم. و چقدرم قشنگ اینایی که ساده تر کار میکنن ویدیویی که میسازن بهتره. بعد دیگه بعضی کارا هم هست به ما پیرمرد و پیرزنا نمیاد، اینا رو باید به اصطلاح واگذار کنیم به جوانترها، بذاریم اونا این کار انجام بدن. یه اجازه بدیم من اینو خاموش کنم بیام به کامرای چند. آقای قوانلو رو ایشون داریم اینجا داریم و ویدیو رو هم براشون بیاریم. این صدای این دختر خانمم باز باشه. و این الان چه تصویریه؟ ویدیوی 7 رو ما برداریم 6 رو بذاریم که مردم تیوی پیدا بشه. بله، میگن که آقای قوانلو این ماشاءالله چقدر امروز ویدیو فرستادید برای من، شما بودید این ویدیو رو فرستادید، چون الان اون دختر خانم رو نمیبینم، شاید یه دوست دیگه‌ای فرستاده. در هر صورت من نکنه شما هم مثل دوستان چندین صفحه دارید و حالا ما وقتی زدیم جمشید قوانلو ما رو برده توی صفحه دیگه. نخه، پیدا شد. خیلی دوستان بهتره که اشتباهی رو که من و دوستان دیگه انجام دادن و چندین صفحه باز کردیم یه دفعه فهمیدیم که اشتباه کردیم، شما این کار رو نکنید و به همون یک صفحه قناعت کنید تا به اصطلاح ببینید چیه. بذارید این نوشته وسوسه های شیطانی، من اون نوشتارم اینجا بهتون نشون بدم. خب ببینید این خانم تمرین کرده، قشنگ نوشته. بعد فکر نکنید چون به این راحتی داره بیانش میکنه به همین راحتی هست. اتفاقا درست تو همین فیلم پایتخت که من الان دیگه اسیرش شدم نگاه میکنم، اون خانمه که رفته توی تلویزیون ساری یا قائم شهر گویندگی میکنه، همسر آقای نقی، اون آقایی که گم شده بوده، میاد بهبود میگه که خیلی مشکل جلو دوربین صحبت کردن و اینا. میگه نه، اگه تمرین کرده باشی، کلاسش دیده باشی، خیلی هم راحته. خود من بارها به دوستان گفتم با وجودی که کار راحتی هست، ولی اگه بخوای خوب انجامش بدی باید کلاسی رفته باشی. خود من کلاس‌های 2-3 روزه اینجا رفتم، چند تا سرتیفیکیت و گواهینامه‌شون رو گرفتم. از همش مهمتر اینه که خودتون از خودتون ضبط کنید، خودتون قبل از اینکه برای دوستان بفرستید نگاه کنید، ایرادای خودتون رو همون موقع متوجه میشید. بریم سراغ این دختر خانم زیبا و که خیلی هم قشنگ این برنامه رو اجرا میکنه، با وجودی که شیرازیایی که قدیمی تر هستین. خب ببینید این خانم احتمالاً 2 نسل بعد از من هست، چون شایدم 1.5 نسل، چون نسل 25 سال بوده الان شده 30 سال. به این صورت بوده که همه فکر میکردن خب 24 سالشون که باشه ازدواج کنن بچه دار میشن 25 سال. دوباره این 24 سالش که هست ازدواج کنه بچه دار 25 سال. ولی الان کسی 22 ساله مثل ماها ازدواج نمیکنه. وای میشن 30 سال 40 سال 50 سالشون بشه، پولشون چیز بشه، شغلشون درست بشه و اینا. خیلی هاشون هم دیگه تصمیم میگیرن ازدواج کنن. احتمالاً این خانم یکی 2 نسل از من و آقای اکبری و سعید و پتیک و این دوستان، حتی آقای قوانلو که اینو لطف کردن فرستادن،
آهان قوانلو، ببخشید من هی میخونم شما رو قوانلو، دلیلش هم اینه که ما اون قوام و دوام و اینها رو بر وزن اون خوندن. معنیش چیه آقای جمشید قوانلو؟ خب با هم بشنویم صحبت‌های این خانم رو. تو سوال پیش میاد که چرا کاپشن پوشیدی و اینا. نگاه من این پکیجم خراب شده، شوفاژ میپاشونه، آب گرمه، هیچی ندارم. یعنی اینقدر تو خونه سرده که شما اینجوری تصور کن پنجره ها رو باز میکنم باید گرم میاد دری حد، ولی من تو خونه موندم. خدا اینجوری که ما یا واقعا من و یه سری از شماها در برابر این وسوسه های شیطانی از خونه بیرون رفتن داریم مقاومت میکنیم، به نظر من آدم حوام در برابر خوردن سیب بود، انگور بود، نمیدونم انار بود، چی بود، آخه گندم بود، نفهمیدیم اون گفتی به نمی خورده الانه همه من دوره هم تو بهش داشتیم عشق و حال میکردیم. به خدا من واقعا به خودم فکر میکنم نفس امارم چلوندم خفه کردم کشتم و تموم شد رفت. در نهای قرنطینه که تمام بشه یه عارفی سالک چیز میشه. ساعت ها هم برکت. این جایی که گفت یه عارفی سالکی چیزی میشم، این قسمتیه که عوض شده. ما اینجوری نمیگیم چیزی میشم، یه جور دیگه میگیم. حالا نمیتونم من براتون توضیح بدم. در هر صورت این خانم به احتمال 99% شیرازی هست، ولی چون جنریشن یا نسل بعدی ما هست، در صحبتاشون با دوستاشون با فامیلی که از شهرهای دیگه اومدن و اینها، اصلا ترکیب زبان عوض شده. ولی اون خانم پیرزن لوس و نونو رو تو اتوبوسی که حالا مردم دارن میرن، راننده وایساده داره، نشسته داره رانندگی میکنه و اینها، به نظر من چی بود. ولی خوشحالم که خیلی از دوستان گفتن آقا ما هم ناراحت بودیم. در اصل یکم اینو برمیگردونم از قبلش بگه بهش داشتیم عشق و حال میکردیم. به خدا من واقعا به خودم فکر میکنم نفس امارم چلوندم خفه کردم کشتم و تموم شد رفت. در نهای قرنطینه که تموم بشه یه عارفی سالک چیز میشه. ساعت ها هم برکت کردم نامسته. بسیار عالی. این خانم را اگه کسی میشناسه از قول ما بهش تبریک بگه. اگه ویدیوهای دیگه هم دارید بفرستید، ما اینجا پخش میکنیم. چیزی که ما اینجا زیاد داشتیم قبل از کرونا وقت بود، چیزی که الان زیادتر داریم وقت تلویزیون و وقت خودمون. بارها بهتون گفتم الان این روزها بهترین زمان برای داشتن برنامه است، به چند دلیل. یکی این که فکرتون، افکارتون سیاسی، مذهبی، معنوی، عرفانی، اینو میتونید به دیگران منتقل کنید یا با دیگران در میون بذارید، اگر مایل بودن اونها برن تحقیق کنن. یا ایامی که الان خیلی افسرده شدن به دلیل اینکه به اندازه کافی بیرون نمیرن، سر کار نمیرن و بیان اینها، و این وسیله میشه که شما مثلا قرار بذارید ساعت 3 و ساعت 11:30 روز شنبه فردا با آقای بها ابهری. خب ایشون وقتی 8:30 صبح میخواد از کالیفرنیا با من و شما باشه، از همین الان یک کاری برای خودش پیدا کرده، بنویسه، مقاله رو آماده کنه، صحبتش رو آماده کنه. فردا صبح یه ساعت زودتر رو کامپیوتر و اینا رو بهش گفتم خاموش روشن کن که سرعت بهتری داشته باشه. خلاصه خودتون اگه میخواین سر کار بذارید، دیگرانم یا سر کار بذارید، بهترین موقع است. که لازم هم نیست فقط در تلویزیون مردم، میتونید در فیسبوک و جاهای دیگه یا تلویزیونهای دیگه اگر بودجهتون اجازه داد برنامه داشته باشید. بازم ممنون، متشکر. بذارید بریم ببینیم که براتون چی گذاشتیم. خب روی لایو شو و اینجا حتما شما هم دیدید که توی خیلی از کشورها چیز میکنن، به اصطلاح کسی بیاد بیرون مأمورین میان بهشون اخطار میدن یا بهشون میگن چرا بیرون هستین. همین واشنگتنی که اون روز من براتون پیام این خانم شهردار رو پخش کردم و گفتم، بعدش گفت $5,000 جریمه است اگه شما بی خود اومده باشه بیرون. بعدش گفتم خب اگه اینجوری هم هست هر کی بگیرم میگه من میخوام برم نون بخرم، آقا نون و شیر ندارم. اگه گفتن چرا زودتر نخریدی میگه تا امروز پول نداشتم، امروز پول گرفتم و اینها. بمانه اینجا قانون وقتی میذارن شما باید یا
به اصطلاح قانون رو اجرا کنی یا جریمهش پرداخت کنی. در ایران طرف آمده سنگای بزرگ گذاشته، اینجا بهش میگن جرزی وال، چرا نمیدونم، چون جرزی ایالتی، ولی جرزی وال، این کانکریتای بزرگ گذاشته، بعد میبینیم که مردم میرن از بغلش از رو چمن میرن، حتی از داخل خروجی از خروجی اتوبان وارد میشن و اینا که بتونن اونو دور بزنن بماند. همه جای دنیا این هست و توی هندوستان دیدیم که پلیسا مردم رو چوب میزنن با موتورسیکلت و اینا، حتی افرادی که رفتن مسجد، چون توی هندوستان درگیری با مسلمان ها همیشه بوده، اصلا پیدایش کشوری به نام پاکستان که من بهش میگم چرکستان رو برید بخونید و اینها ببینید از کجا اومده، از همین اسلام و اون دینای دیگه اومده و مخصوصا رفتارشون با اینایی که از مسجد میان بیرون بدترن، اگه به دیگران میخوان یه ضربه بزنن به اینا دو سه تا میزنن. و این در ایران الان به این صورت میگه که آقای از بس نشسته تو خونه، خانمش با اینا چی بود، رول قلتک میگفتن، دنبالش که برو بیرون، از اون برم تو خیابون پاسبان یا آجان یا مامور انتظامات با باتون دنبالش که برو خونه. این باتون کلمه فرانسویه و یعنی چوب دستی، یه چوبی را اینجا بهش میگن، توی فرانسه بهش میگن باتون. خب این به نظرم کاریکاتور قشنگی اومد، گذاشته بودمش تو این که بهتون نشون بدم. بعد اینجا اولین قطعنامه سازمان ملل برای مقابله با شروع ویروس کرونا صادر شد و جالبه که اگه این عکس مال امروز باشه، یکی از اینا بپرسی خب شما توی نیویورکی که الان این شرایط بد رو داره، چرا اینقدر با هم نزدیک نشستید و چرا از برنامه‌های مثل زوم و اسکایپ و گو تو میتینگ و اینا استفاده نمی‌کنید؟ ضمناً دیشب من این هنرپیشه‌ای هست، آقای بهرام افشاری، یک جوانی هست 32 سالشه و دیدم یه مصاحبه داره با مهران مدیری. مهران مدیری رو من نگاه نمی‌کنم چون خیلی آدم لوسیه و این برنامه انقلاب و سوء استفاده این باعث شده که بتونه به یه قدرتی برسه که خدا به دادش برسه اگه مردم بعداً به اصطلاح بخوان بیان بگن آقا تو اصلا محق نبودی و بی خود اینا رو گرفتی و اینا، چون داستانهای زیادی هم دور و برش هست. من مخصوصا اون روزی که این یه ویدیوی درست کرد از شهرام و همایون و مسخره کردن تلویزیونهای خارجی، با وجودی که با شهرام و همایون مخالفم، ولی گفتم همین شمای مهران مدیری هم اگه خارج بودی از اینا خیلی بدتر میکردی. حالا اینا که خاک ایران میفروختن، خدا میدونه شما خودت و زن بچت رو میفروختی. بمانه این یک سری مردم رو آورده بود توی استودیو و حالا اینا رو یه درمیون نشونده بود روی صندلیا که بیاد برنامه اجرا کنه. من اول گفتم این برنامه احتمالا قدیمیه، بعد دیدم نه آقا دارن راجع به امسال صحبت میکنن، دارن به این برنامه فیلم پایتخت شماره 6 چیز میکنن اینها، و این بعد از عید امسال بوده. ننگ و شیم و خجالت بر آقای مهران مدیری، بر دستندرکاران تلویزیون ایران در ایران که همچین کاری میکنن، جان مردم رو به خطر میندازن برای اینکه یه شو، اونم اصلا مصاحبه کردنش من تعجب کردم. این آقای بهرام افشاری خودش جوان مستعدی است، خیلی بزلگو و اینها، اینجوری اسیر شده بود تو برنامه این. بماند در صورت این نشونتون بدم این عکس رو، اگر مال امروز باشه. حالا چرا میگم اگر، بعضی وقتا اینها عکسای موجود در اینترنت و در آرشیو خودشون استفاده میکنن، ولی نوشته که اولین قطعنامه سازمان ملل برای مقابله با شیوع ویروس کرونا صادر شد، روسیه یکی از مخالفان قطعنامه جدید سازمان ملل بود، نماینده مسکو پیشنویست قطعنامه دیگری را به سازمان ملل ارائه کرد که در آن ضمن تاکید بر همکاری های جهانی. این یورو نیوز به نظر من باید صفحش یکم قشنگتر کنه که وقتی یک کسی مثل ما میخواد اینجوری از خبرای اینا استفاده کنه، دیگه هی صفحه بزرگ و کوچیک نشه و تو همون باز بشه، تو همون اندازه. در هر صورت
حالا ما هی مجبوریم بزرگش کنیم کوچیکش کنیم. میگه در پی افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان به رقمی بیش از 1,000,000 نفر و افزایش شمار جان باختگان این بیماری به دست کم 50,000 نفر توی آمریکا داره نزدیک میشه به 6,000 نفر، شاید الان که باهاتون صحبت میکنم از 6,000 نفر هم گذشته باشه. مجمع عمومی سازمان ملل متحد عصر پنجشنبه دیروز 2 آپریل اولین قطعنامه خود را در موضوع شروع جهانی این ویروس صادر کرد. این قطعنامه که توسط کشورهای سوئیس، اندونزی، سنگاپور، نروژ، لیختنشتاین و بنا پیشنهاد لیختنشتاین کجا پیشنهاد شده است، بر همکاری بین المللی و چند جانبه گرایی کشورها برای مقابله با کرونا که اینا مثل ترامپ عقب افتاده، مثل که دیر به فکر افتادن. در صورت میگه روسیه با اینها مخالف، تلاش ناموفق روسیه برای لغو تحریم‌های جهانی. روسیه یکی از مخالفان قطعنامه جدید سازمان ملل بود. نماینده مسکو پیشنویس قطعنامه دیگری را به سازمان ملل ارائه کرد که در آن ضمن تاکید بر همکاری‌های جهانی برای مبارزه با این بحران خواسته شده بود تا با توجه به شیوع جهانی کرونا و با هدف مبارزه مؤثرتر با آن تحریم‌های بین‌المللی لغو شوند. حالا خبرهای بیشتری رابط میاد بعداً و متوجه میشیم. و به قول یکی از دوستان گفت لازم نیست صفحه رو ما نشون بدی، چون حتی بعضی وقتا قابل خوندن نیست شما تو این صفحه‌ای که نشون میدی، و شما کار خوبی که میکنی میگه که من این خبر رو دارم از ایرو نیوز میخونم. شما نه خبرنگاری در ایران داری نه خبرنگاری در دنیا داری، و شما هم مثل ما نشستید توی اتاقی. حالا ممکنه ما چند سال از شما دیرتر خبرها رو ببینیم، شما این خبر رو برای ما بخون. خیلی خبرها رو هم که تو میخونی دیرتر از ما، مثلا اونایی که تو ایران زودتر بیدار میشن، اونایی که تو اروپا زودتر از ما بیدار میشن و همینجوری الی آخر. شمار قربانیان کووید 19 در ایالات متحده از 6000 نفر فراتر رفت. پس من اشتباه کردم، گفتم نزدیک 6000 تا، از 6000 این صبح اومده. در شبان روز گذشته بیش از 1000 نفر جان خود را بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در ایالات متحده از دست دادند. دونالد ترامپ گفته ایران هیچ درخواستی برای لغو تحریم ها نداشته است. یا ایران دروغ میگه، یا دونالد ترامپ یا دروغ میگه، یا مثل همیشه هر دوشون. این ور ما ترامپ شارلاتان رو داریم، اون ور ما آخوند شارلاتان رو داریم. و اگر کسی درباره شارلاتان بودن آخوندها تردیدی داره، تشریف بیارید مهمون برنامه ما باشید تا با هم مصاحبه کنیم، مناظره کنیم. اگر کسی درباره شارلاتان بودن ترامپ مشکل داره، بیاد مهمون ما باشید. خانم محترم کاتوزیان برای من نوشته بود دیروز که آقای سولی من نمیدونم شما چرا به ترامپ میگید شارلاتان. میگم خانم بیش از 16000 نفر 16000 تا دروغ گفته از مدتی که شمردن، و این شخص نه فقط از این 3 سال خورده که شده رئیس جمهور، تمام عمرش دروغگو و شارلاتان بوده. بماند ناخدای ناو روزولت به دلیل هشدار درباره احتمال شیوع ویروس کرونا برکنار شد. میدونید که این ناخداها و نمیدونم چیزایی مال نیرو دریایی اینا که میرن بعض وقتا 6 ماه مثلا میره تو آبهای ژاپن، بعض وقتا میره 6 ماه تو خلیج فارس اینا برمیگرده. یکی از اینا آمده گفته که چندین نفر سیلر، یعنی همین ملوانان، دریابانان، نمیدونم از این چیزایی که میگن، خیلی از اینا بیمار هستن. و این چون آمده گفته، گفتن این از لحاظ سکیوریتی و امنیت و اینها به اصطلاح اشکال داشته و اخراجش کردن. ولی وقتی که داشت میرفت خداحافظی میکرد، تمام سربازا وایسادن روی اون عرشه و اینها باش خداحافظی کردن و بهش ادای احترام کردن. و اون کشتی الان رفته یه جایی که اون سربازا و اینا بتونن برن دسترسی داشته باشن به بیمارستان اینها. از اون ور دو تا از کشتی های بزرگ آمریکا که اینها بیمارستان های متحرک و روی آب هستن، یکیش نیویورک و یکیشم لس آنجلس، رفتن. امیدوارم بتونن کمک مؤثری کنن، چون اوضاع خیلی بده به دلیل بیکفایتی و عدم مدیریت این ترامپ. دیر آمریکا چیز شد به اصطلاح قرنطینه رو اجرا کرد و اینها،
و تعداد کشته ها میگن ممکن بود به 30-40 هزار تا تموم بشه، ولی الان با این کاری که شده ممکنه به 100 هزار تا 240 هزار تا برسه. تازه همه اینها پیش بینی هایی هست که عدد دقیقش رو امیدوارم به زودی بعد از اینکه کرونا برطرف شد و رفت و هوا گرمتر شد بتونیم ببینیم. میگه که فرانسه نسبت به عوارض جانبی برخی داروهای کمک درمانی کرونا هشدار داد. یکی از داروها قرص خیلی ارزونی بوده که الان گرون شده، نایاب شده، که برای مالاریا ازش استفاده میکرده و این چون آمدن گفتن این ممکنه کار کنه و کسی که داره میمیره نمیتونه دستگاه اون چیز دستگاه تنفس مصنوعی رو داشته باشه، خیلی ها زنگ میزنن دکتر رو، اینا میگن ما هیچ کار نمیتونیم براتون بکنیم. راننده اتوبوسی بود بیچاره، اینجا فیلم پر کرده بود، گفته بود آقا خانم مسافری که میاد داخل چیز بزنه، که من تعجب کردم که چرا خودش نزده. البته یادتون باشه دوستان، ماسک که میزنیم هممون باید ماسک رو بزنیم که دیگران بیمار نشن. یعنی اینجا اصلا فکر کنیم، تصور کنیم که من بیمارم ولی خبر ندارم. اینم یکی دیگه از این چیزای این ویروس موذی بوده که شما ویروسای دیگر رو که میگیری میفهمی، یا بدنت درد میکنه میگن فلوه، یا سرت درد میگیره میگن سرماخوردگیه، ولی این ویروس وقتی میاد چند مدت شما اصلا نمیفهمی، علائمی نداره و میگن چون علائمی نداره به همین وسیله این به اون پخش میکنه، این به اون پخش میکنه. و هی رفتن جلو، اول گفتن با سرفه و با عطسه و با به اصطلاح دست به دهن زدن، جای زدن و اینها پخش میشه، الان گفتن نه خیر از اونم بدتره. منی که الان صحبت میکنم توی این حرفای من، ویروس کرونا الان اومده تو خونه شما، یکم برید عقبتر نفسم گرفت، برید 6 فوت 2 متر با هم فاصله داشته باشین. دلیل این 2 متر میگن اگر من صحبت کنم ویروس داشته باشم یا شما ویروس داشته باشید وقتی میاد، چون این ویروس سنگین و تنبله میره رو زمین، ولی یادتون باشه رو زمین هم که میره 3 ساعت اونجا زنده میمونه. اگر رفت رو سطح، تو آشپزخونه‌ای داریم کار میکنیم که سطحش آهن و مس و اینها هست، میگن اونجا تا 24 ساعت، بعضی ها میگن تا 48 ساعت. اینا رو چون این یه ویروس جدیده دارن هی هر روز یاد میگیرن، هر روز به من و شما میگن. ولی بهترین پیشگیریش تا امروز شستن دست ها، بعد رعایت کردن تمیز، و اگه چیزی از بیرون میارید اون رو ضد عفونی کنید. البته باز اینجا جوک ها ساختن، طرف رفته بود یه کن که ما تو ایران میگیم کنسرو، نمیدونم چرا میگیم کنسرو، یه کن خریده بود مثلا حالا بگو عدسی، گفت خب حالا اینو که میارم من، این الان دستمو گرفتم دست منم عفونت پیدا کرد، حالا با این دست یه اسپری برداشت زد به این، خوب چرخوندش گذاشت زمین، گفت خب حالا دست من عفونت زده، با این گرفت زد به این، اسپری داد این دستش زد به این، گذاشت گفت خب دستامونم تمیز شد. بعد گفت داد بیداد، حالا این ظرفی که باهاش اسپری زدیم این به اصطلاح آلوده شده، اینا همه رو با این کن و اینا انداخت تو سطل آشغالی. میخواست بگه همون سوربی درست میگه که پنیک نکنید، دلهوره و شور بیخود نزنید. فتفت میگفتن تو شیراز، میگفتن خیلی فتفت نکن، شور بیخود نزنید. درسته که ما همه این کارا رو میکنیم، ولی همه این کارا رو که میکنیم نمیتونیم اینو از بین ببریم یا به صفر برسونیم. سعی میکنیم مقدارشو کم کنیم، بعد بر اثر بدنمون و مقاومتی که داره امیدواریم که بدنمون اگه اینو گرفت مقاومت کنه و جون سالم به در بریم. یه آقای ورزشکاری، این کریس کومود، هر شب تو تلویزیون میبینید، ورزشکار ریپورتر بوده اینا، 2 شب برنامه گذاشت، شب سوم نتونست بیاد، گفت من 13 پوند یعنی 6.5 کیلو در 3 روز وزن از دست دادم. بعد اینایی که بدنشون ماسله، ماهیچه هست، میدونی خیلی دیرتر وزن از دست میدن، منی که چاقالو هم چربی و اینا زودتر وزن از دست میشه، به اصطلاح میتونیم بدیم. میگه 13 پوند وزن از دست داده و گفت که اصلا فکر میکنم یکی داره میزنه تو سرم، سردرد دارم، تب دارم، خیس عرق میشم فلان اینها. و خانوادهش بالا هستن، رفته تو بیسمنت تو زیرزمین و میگه
میارن خوراک و اینها بهم میدن. البته میخندید میگفت این خانم من مثل موقعی که دوست پسر دوست دختر بودیم حالا به من احترام میذاره و برام به اصطلاح خوراک درست میکنه و اینها. بله آقای امیر ایدی میگه که جناب سوربی ماسک زدن خیلی مهم است حتی اگر علائمی از بیماری نیست. دقیقاً، چون ما که نمیدونیم بیمار هستیم یا نیستیم و وقتی هم میگیری باز بیمار نیستی. ممکنه من مثلا میگم این آمده باشه ولی ما چون ایران میگن وبا و اون گفتیم مارمولک نه یکی چی میگن مالاریا و سل و اینا چون بوده تو اون منطقه میگن ماها مقاوم تری. ممکنه من مقاوم باشم این بیاد تو بدنم ولی مریض نشم، ولی وقتی برم چهار نفر دیگه وایساده باشن اونجا نسل جدید ایرانی و فلان اینها یا خارجی اینها اونها گرفتار بشن. پس برمیگردیم به همون صحبتی که من کردم، ما برای اینکه دیگران رو مریض نکنیم امیدواریم که یعنی باید ماسک بزنیم، امیدوار باشیم که دیگران هم همینقدر معرفت و شعور و همیت داشته باشن که اونم یعنی همه با هم همکاری باید بکنن. مردک نادانی که فرماندار فلوریدان تازه دیروز وقتی آمده اعلام کرده قرنطینه، باز گفته مسجدام نمیگن چیزای مذهبی، منظورشون فقط کلیساها است. کلیساها میتونن هنوز دور هم جمع بشن ولی کشتی که رفتن بدبختا دو روز سه روز کروز بگردن اونجا مریض شدن اینا رو راه نمیده که دیشب بالاخره قرار شد راه بده. اون احمق دیگه مالی ایالت آمریکا که میاد میگه من تا امروز نمیدونستم که شما میتونی اینو داشته باشی ولی علائمی نداشته باشی، حالا که امروز فهمیدم. طرف گفت آقا چیه داشتی فیلم چی بود اون وقتا، ببره بود چی بود، برره بود چی بود نگاه میکردی، داشتی اونو نگاه میکردی و الا همه عالم و آدم حتی این شالاتان و الاغ ترامپ هم میدونه، هم خودش هم الاغاش میدونن که این اینجوریه و هر روز داشتن اینفورمیشن میدادن. Your image is blur. از کجا نگاه میکنی عزیز برادر؟ بعد بذارم ببینم اینو یه بار بزنم. نمیدونم در صورت بعضی وقتا اگر Your image is not clear on Facebook، بذار من اینجا فیسبوک رو به شما نشون بدم. بعد از یه جای آقا اینترنت درست نیست و رو زمین بره خستگی در کنه دوباره بلند میشه. دقیقا بله امیر ای بی. خب جناب سوربی ماسک زدن خیلی مهم است، مرسی. اینجا دیدمش، حالا تصویر ما خیلی کلیر نیست مثل دیجیتال، دلیلش هم براتون میگم چون این دوربین ما که فیلمو میگیره، چون این از اون دوربیناییه که با USB وصل میشه یا با اون HDMI وصل میشه به کامپیوتر، همون مال قدیم تره. این ما میام از یه برنامه استفاده میکنیم بهش میگن کامپوزیت که سیم سفید و قرمز و زرده یا S ویدیو. ببین حالا ببین چقدر این بیچاره میره، از این میره تو اون دستگاه، یه دستگاه انقدیه بهش میگن دزل، کلمه دزل کلمه خوبیه، از دزل میره توی کامپیوتر ما، این حالا میرسه به ویدیو کارت ما. بعد ما میان این پروگرامر رو روشن میکنیم که ویدیو آدیو هست، وید بلستر، اگه کس خواست بخره من نمایندگی فروش رو دارم و خیلی هم بهتون ارزون تر میدم، میتونم براتون هم نصب کنم، در راه اندازیش هم کمکتون کنم. 100 تا مانیتور و چندین دستگاه آدیو میتونید بهش وصل کنید که من ماکسیموم که استفاده میکنم 32 تا هست بعد از این همه سال، همینی که این اسما رو عوض میکنه، رنگای مختلف و اینا میاد تو این. حالا تازه هنوز شما اینو نمیبینید، از این ما با یه دستگاه دیگه به نام اکس اسپلیت میگیریم تصویر رو میدیم به فیسبوک، حالا فیسبوک میده به شما. پس شد تا حالا ابر و باد و مه و طوفان و فلک در کارن تا سوربی تصویری درست کنه و چی میگو؟ تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری. حالا این میاد توی فیسبوک این روزا که همه شلوغن، همه نشستن، هر کسی از خوراک درست کردن، از نون بربری درست کردن، از جنبش، از حرکت، از تظاهرات فیلم میگیره، خب اونها هم شلوغ هست. شما اگه تو شیراز 12 زور میخواستی آب بریزی رو خودت، آب اصلا گیر نمیمد، ولی یا صبح زود یا آخر شب این کار عملی بود چون همسایه ها استفاده نمیکردن. پس اینم اینه،
یا اینکه بازم بلند شدی در رفتی، رفتی مکزیک، هرچی هم گفتن بیشین تو خونه گوش ندادی، تو مکزیک هم اینترنت تو از اون قصابی پایین که دوبار عکسش فرستادی برام داری از اون میدوزی. اینجوری اونای دیگه بنویسید که تصویر شما کلیر هست یا نه. بعدم آقا دیگه این تصویر، این آقای پیرمردی که این او دیروز خودم موه خودم زدم دوستان با ماشین و خداییش که کمم بهتر از این سلمونیا، چون موهای من اینجوریه، از دوره سربازی هم همین مشکل رو داشتم. هی این بیچاره ها کوتاه میکنن که منظمش کنن، هی کوتاه که میکنن اینجوری میشه، هی بدتر و بدتر وقتی میاد فکر کنم کچلم. در هر صورت با نمره 6 زدم، ولی این دوره رو باید کمی ترتمیز کنم که همسرم گفته این کار انجام میده، خیلی ممنون. و داماد من که وکیله و اون روز گفت حالا سلمونی هم نمیشه بریم، گفتم بیا اینجا من موهات کوتاه میکنم. به دخترم گفته بود نه من نمیرم اونجا، چون بابات اگه بخواد موهای منو کوتاه کنه منم باید موهای اونو کوتاه کنم، بعد این خیلی ایراد میگیره. گفتم نه، این میدونه من ایراد نمیگیرم، ولی چون وکیله اینجوری میخواد تو موهاش کوتاه کنی که موهای کسی رو کوتاه نکنه. اینم یه نوع زرنگی وکیلا، خیلی مواظب باش. به شوخی هم به دخترم گفتم تا این همه گشتی توی مشاغل وکیل پیدا کردی؟ چون من به بچه‌هام سالها پیش گفته بودم نه دنبال وکالت برین نه دنبال طبابت، چون در وکالت و در طبابت شما بیشتر در غم و درد مردم هستید و اینا چه بخوای چه نخوای رو شما، چه مستقیم چه غیر مستقیم، اثر میذاره. دوستان باورتون میشه؟ ساعت شد 2:53، ما 7 دقیقه دیگه باید بریم با آقای لادن صحبت کنیم. کاش برنامه های آقای لادن رو بهشون بگم بذاریم 3:30 اگه برای ایشون مسئله نباشه، که من برنامه های خودم رو برم و بعد برنامه ایشون، چون معمولا ایشون خیلی کوتاه مفید مختصر صحبت میکنن و برنامه هاشون نسبت به برنامه ایرانی ما خیلی طولانی نیست. اون وقت من بعد از برنامه ایشون باز میام با شما ها صحبت میکنم. اینه که برنامه ایشون وسط برنامه من قرار میگیره و ما ایرانی هم که سلام علیکمون نیم ساعت، خداحافظیمون 3 ساعت طول میکشه، به ایشون میگم اگه شد از هفته آینده ساعت 3:30 برنامه داشته باشن. و اما میگن که کجاییم، چه میکنیم، آی من چه کار میکنم. این عکس رو بهتون نشون دادم، یورو نیوز رو خوندم. و اما من در برنامه گذشته، حالا یا برنامه سیزه بدر یا رو قبلیش، گفته بودم که اگه شما تا امروز برنامه ما رو ندیدید یا منو نمیشناسید نصف عمرتون تلف شده، اگر دیده بودید و میشناختید همه عمرتون تلف میشد. پتیک چون خیلی دقت میکنه، واقعا دقت این مرد منو یه مقداری به وحشت میندازه و بهش میگم من عادت ندارم بگم قابل ستایشه، هیچ چیزی در جهان قابل ستایش نیست، میشه بگیم قابل احترامه، آدم بگه بابا عجب مموری داره. نوشته بود که شما میدونید این نصف عمرت تلف شد یا همه عمرت تلف شد داستانش چیه؟ گفتم نه. بعد از طرفی راجع به کمبود کاغذ توالت گفتم و اینکه اینترنت اون آرتفیشال اینتلیجنت پس AI هست، اون وقتی شما میری یه چیزی رو میخوای نداری بهت میگن اون جنس دیگه هست، مثل مثلا میرفتی تو مغازه میگفتی آقا من مثلا کفش فلان میخوام، میگفت اینو نداریم ولی حالا اون آدیداس رو داریم. اینا این کارو میکنن. یکی رفته بود دستمال توالت بخره، گفته بود ما دستمال توالت نداریم، فعلا میتونی به جاش اینو بخری، یه باکس کاغذ، کاغذایی که روش چی مینویسیم و میخونیم اینجوری که مثلا اینا 1000 ورقش یا نمیدونم چند هزار تاش میاد توی صفحه و اینها، اینو گفته بود. بعد استیون کولبر مسخره میکرد، میگه اینا هم میشه پاک کنی ولی دو طرفش استفاده کن. بمانه این دو موضوع رو ایشون برای من توضیح داد. میگه کشیشی سوار کشتی شد، همون اول در بد ورود از ناخدا پرسید شما دعا میخونی؟ ناخدا گفت نه. گفت نصف عمر شما فناست. خدا بله، ناخدا پیش دیگران کمی خیت شد و خجالت کشید، مدتی گذشت، دریا طوفانی و متلاطم شد و اوضاع وخیم شد و بیم غرق شدن میرفت،
کشیش مشغول دعا شد و ناخدا از او پرسید شنا میدانی؟ کشیش گفت نه. گفت تمام عمرت فناست. من امروز صبح که اینو خوندم تو تلفن دستیم خوندم، فکر کردم وقتی که طوفان شده حالا ناخدا میره به کشیش میگه که شنا بلدی؟ اون میگه نه، میگه همه عمرت تلفه. ولی اینجوری کشیشا اینقدر پر رو اصلا دخالت میکنن، هم اول از پرسیده که دعا میخونی گفته نه، هم بعد بهش گفته که چون شنا نمیدونی چیز. ولی فکر میکنم یکی از چیزهای ناخدایی اینه که باید شما شنا بدونید. حالا ممکنه اون جلیقه های چیزو همیشه داشته باشن، ولی شنا رو باید بدونن. خبرنگاری با آمبارسون، این آمبارسون اینا که البته ایشون نوشته هامبارسون، احتمالاً هامبارسون ما میگفتیم آمبارسون، مثل کلمه آنر که مثل هنر تقریبا می نیستن ولی اچش رو نمیخونن، یا کلمات دیگه هم هست که اچ اولش خونده نمیشه. نوشتن خبرنگاری با هامبارسون ارمنی مصاحبه میکرد، پرسید نظرت راجع به روزنامه کیهان چیه؟ گفت خوبه. گفت راجب اطلاعات چیه؟ گفت اونم خوبه. گفت راجب آیندگان؟ گفت اونم خوبه. گفت راجب روزنامه جمهوری اسلامی چیه؟ گفت بد نیست ولی زبره. معلوم شد این آقای موسیو هامبارسون اونجاشو با این روزنامه ها تمیز میکرده. اینم از این ماجرا. 2:58 دقیقه از یه دونه دیگه هم براتون بخونم سریع بریم سراغ آقای لادن. بله، این آیدی های مختلف دوستانی که بعضی وقتا باشون برنامه داریم، میگه من آیدیم امروز عوض شده. میگم به شما پیشنهاد میکنم به جای اینکه اگه یادتون رفته ایمیلتون رو بدید اونا براتون بفرستن، هیچ چیزای جدید نگیرید. اینجوری باعث میشه که تعداد زیادی آیدی داشته باشید روی اسکایپ، روی گوگل، این و این. بعد یه مدتی هیچ کدام از اکانتاتون رو دیگه خودتونم نمیتونید پیدا کنید. یکم وقت بذارید، همون پنیک نکنید، هراسان نشوید. مرد باید که هراسان نشود، مشکلی نیست که آسان نشود. قشنگ بهشون بگید من پسوردمو بلد نیستم، میگه اینجوریه، یا بگید من اسممو یادم رفته، اسمتون میگه. الان که خیلی بیشتر این برنامه ها اسم یا اون آیدی رو ایمیل شماست، که من از اولین روزی که این شد گفتم 50% سیفتی و سکیوریتی امنیت و اینها از بین رفت. و یک ویدیویی هم هست که یه نامه ای آقای رئیس جمهور یا چی میگن رهبر کره شمالی برای ترامپ نوشته و ترامپ اینو برعکس خونده و اینها، به جایی که چیز کنه فکر کرده شماره و رمز، در صورتی که نوشته بوده hello asshole. این هم بعدن باز برمیگردیم با ترامپ و اینها ببینیم چه باید کرد. اینجا من بگردم دنبال اندیش کده و بله 7 days ago 2 months ago، اون 2 months ago رو پاک کنیم. هرچی هم پاک میکنیم از بین نمیره، نمیدونم چرا. خب درست ساعت 3 بعد از ظهر بریم سراغ آقای امیر حسین لادن و با ایشون باشیم. چقدر سریع کانکشن ما وصل شد که من باور نمیکنم. بله، این وقتی که دوستان در کار تهیه و تولید ویدیو اینا هستن، خودشون به این نتیجه میرسن که هرچی این اینترنت ها رو سریعتر بگیرن، واقعا اون پولی که اضافه داد، اضافه که نیست، پولی که میدن هدر نرفته و سیستمشون بهتره، کوالیتی تصویر و صدا و اینا بهتره و الی آخر. یکی از افرادی که این کار رو به خوبی انجام میده آقای امیر حسین لادن هستن. آقا من به شما سلام میکنم، خوش آمد میگم و خیلی خوشحالم که با ما هستید. هر روز صدا و تصویر شما بهتر میشه. البته امروز من فقط تصویر شما رو تا الان دارم، صدا رو نشنیدم، ولی مطمئن هستم که صداتونم مثل همیشه خوب هست. این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم. بفرمایید آقای لادن، با شما هستید. درود بر شما جناب سربی، بر بینندگان و بر همیهنانم. منم خوشحالم که در کنار شما هستم. آقای لادن، من در رابطه با اون آقایی که از ایران حالا یا فرار کرده، چون اینا هم ماجراهای هست، ما خیلی ها دیدیم میگن تبعید، من بارها گفتم آقا کسی شما رو تبعید نمی کنه از ایران به اروپا. اگر اینجور بود همه وای میسادن تو صف میگفتن لطفا ما رو تبعید کنید. شما میتونی بگی من مجبور شدم به مهاجرت، و مهاجرت در تاریخ
همیشه خوب بوده، بازدهش مثبت بوده، در صورتی که همون زمان برای شخص مهاجر بیچارگی داشته، دردسر داشته، خانوادهش اینا، ولی مهاجرت در کل اون به اصطلاح بازدهش خوب بوده. حالا یه مربی فوتبال که این مربی های فوتبال و اینها هم این روزا واقعا دیگه ورزش اون چیزی نیست که من و شما خبر داشتیم، همش شده پول پول و پول. این وقتی آمده بیرون گفته که من موقعی برمیگردم که ایران مردمش آزاد باشن. شما در این رابطه یه مقاله نوشتین، ما هم دو سه تا سوال داریم، اگه شما لطف کنید یه مقدار توضیح بدید تا من اون سوالا رو بخونم و مثل همیشه اونها رو برای ما باز کنید و توضیح بدید. بفرمایید که شما نظرتون چیه؟ من موقعی برمیگردم که ایران مردمش آزاد شده باشن. سپاس. من با عنوان این نوشته خبر هرچی که هست، من اصلا با این شخص نه آشنایی داشتم، من تو اسمشو نمیدونستم تا این نوشته رو خوندم، و الانم هیچ گونه نظر مثبت و منفی در مورد این شخص ندارم. مشکل من با این نوع برخورده که به قول شما یه نفر میخواد خودشو نجات بده و توانایی مادی و خانوادگی داره که بزنه به چاک، ولی میخواد در ضمن یک بهره‌برداری هم از این مسئله بکنه که موقعی برمیگردم که مردم کشورم آزاد باشه. اینا به نظر من با این موضوع من مشکل دارم، و تعداد این اشخاص هم کم نیست. اگه اجازه بدیم مثلا یه بررسی کوتاه بکنیم از این مسئله. بفرمایید. ببینید، بیان این مطلب روزی برمیگردم که مردم کشورم آزاد باشن، یا یعنی از دو حالت خارجی است، یا صادقانه است یا ژست و خودفریبیه. اگر ژست و خودفریبیه به نظر من نیازی به بررسی نداره، چون هممون با پدیده فرهنگیمون که ظاهرسازی میکنیم و دروغ میگیم آشناییم. ولی چنانچه یک بیانی صادقانه است، این شخص نه مسئولیتی در مقابل کشورش حس میکنه و نه نقشی برای خودش در آزاد کردن، به ویژه آزاد کردن مردم میبینه. اینو اشخاص هنوز رعیت و امتن، یعنی به مقام شهروندی نرسیدن. سپاسگزارم. خیلی ممنون. اگه یه مقداری بیشتر همین رو باز کنید، و شما گفتید که اسمش رو نمیدونید، باور کنید من اسمش رو نمیدونم، حتی وقتی این مقاله رو دیدم و اون موضوع رو دیدم نرفتم ببینم این کی هست، چون خب من آدم ورزشکاری نیستم، ورزش رو اونجوری که بعضیا دنبال میکنن، مخصوصا فوتبال ایرانی اینا رو دنبال نمیکنم. و اگه دوستان بنویسن کی هست، چیه، چاد نظر اون، نه نه جام سروی، من ترجیح میدم اصلا به شخص ایشون کاری نداشته باشیم. ما داریم درباره این موضوع و ایمانه این نوع برخورد گفتگو میکنیم. من اصلا به شخص ایشون کار ندارم. بسیار ممنون. خب اجازه بدیم من سوالا رو اینجا نوشتم یک نگاهی داشته باشم و بیام خدمت شما. ضمناً از امروز شما تماس واتساپی هم دوستان میتونن باهاتون داشته باشن که من اون شماره تلفن رو این زیر می نویسم. البته وقتی نوشتم توی سیستممون شماره ها برعکس شد و ریخت به هم، اونو سعی میکنم یه جوری درستش کنم که این اشکال برطرف بشه. بله، شما در نوشته ها و گفتگوهایی هم که انجام میدید در رابطه با ایران مرتب از واژه شهروند استفاده میکنید، در صورتی که اکثریت اپوزیسیون تمرکزشون روی نوع حکومت و رهبری هست. شما چرا بیشتر به اصطلاح روی اون قسمت امفسایز یا تاکید میکنید؟ به نظر من هم یک پرسش مهمی، هم یک تفاوت بزرگی بین این دوتا پدیده. از دید من پاسخ در هدف، ببینیم هدف ما در اندیشکده بر اساس یه باوره، و باور اینه همه چیز باید برای زندگی مردم، زندگی انسان و
در خدمت انسان باشد. نوع حکومت، قوانین حاکم بر جامعه، آموزش و پرورش، سیستم اقتصادی، حتی ایدئولوژی و مذهب، همه و همه باید برای آسایش، آرامش و پیشرفت انسان باشه. در ضمنی که تنها خواست مردم پایه و اساس قانونمندی دولت، شهروند هم در مقابل کشور و جامعه احساس مسئولیت میکنه، هم در تعیین خودش، تعیین سرنوشت خودش نقش داره. آنچه ما رو در ایران به شدت آسیب پذیر کرده پدیده مقبولیت زوره. مقبولیت زوره که زمینه مساعد دیکتاتور پرور به وجود آورده. ادعای مشروعیت الهی است که خدا شاه میهن رو به ما قبولونده. چنانچه مقبولیت زور نبود، هیچ انسان عاقل و بالغی چه فرمان یزدان چه فرمان شاه رو نمیپذیرفت و خفت و خاری امت اسلامی بودن رو تحمل نمیکرد. امت اسلامی بودن چندین بار گفتگو کردیم که یعنی ما قادر به تشخیص راه از چاه نیستیم. شهروند با مقبولیت زور بیگانه است و مشروعیت الهی رو نمیپذیره. خواستار حکومتیه که منتخب مردم و خدمتگزار مردمه. شهروند حاکمیت مطلق الهی رو نمیپذیره و امامت و با امامت و ولایت مخالفه. قانونی مورد تأیید شهروند که پاسدار حقوق طبیعی انسان، منشور حقوق بشر، حقوق اقلیت‌های قومی و عقیدتی و ضامن یکپارچگی و استقلال کشور باشه. این شهروند و تفاوتش با مسائل دیگه. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. این به نظر من قدم خیلی موثریه که بعضی وقتا دوستانی که مثلا بهایی هستن و اینها وقتی یه صحبتی میکنن، من هی میگم که شما هی میگید مثلا حق بهایی ها داده بشه، آقا بیان بگین حق شهروندان داده بشه، حق شما هم داخل اون به اصطلاح گنجونده شده و هست. من این شماره تلفن و واتساپ و بهتون نشون میدم دوستان، و اون دوستی هم که تکنیشنی که آقای لادن به اصطلاح ویدیوها رو توسط ایشون درست میکنن، نگاه کنن ببینیم راه چاره برای این چیه که شماره ها اینجوری عوض نشه. همینجوری که در قسمت بالا میبینید 201 که ایریا کد یا کد کشوری آمریکا هست، بعد 321 که ایریا کد شهره، 295-47-96، ولی اون پایین میبینید که برعکس شده، از اونوری شده 47-96. بذارید بازشون بدم این رو، بعدا اگه بتونید برعکس کنید. من خودم هم تجربه رو اینجوری دارم که اگر اینا رو ما به صورت عکس بگیریم توی عکس عوض نمیشه، ولی اگه به صورت نوشته بنویسیم، مخصوصا چون ما فارسی رو از اینوری مینویسیم، به اصطلاح از راست مینویسیم، ولی اعداد رو از چپ شروع میکنیم، این مشکل پیش میاد. در صورت ممنونم دوستان، به نظر میرسه که خیلی فعال هستن. بازم من به شما تبریک میگم، چون ایمیلایی که از اندیشکده برای من میاد، همینجا من به دوستان پیشنهاد میکنم که اگه این ویدیوها رو چه از تلویزیون مردم، یوتیوب مردم میبینید، سابسکرایب بشید، چه بعدن که آقای لادن و دوستان در اندیشکده این ویدیوها رو قرار میدن، اونجا هم اگر سابسکرایب بشید، این ویدیو رو تا میذارن برای شما یه میاد بهتون خبر میده که یه ویدیوی جدید گذاشتن و یه کار خوب و به اصطلاح مناسبه و از اتلاف وقت هم پیشگیری میکنه. حالا سوال باز این میاد که دنباله همون شهروند، چرا شهروند نقش مهمی
در دید و برنامه‌های شما دارد و چه تفاوتی با دیگران دارد. اینو میخوام یه مقدار بیشتر توضیح بدید، اگر کسانی هستن که احیانا مثل من براشون سوال پیدا میشه، این بتونه اون قسمت رو هم پر کنه. بفرمایید. من فکر کنم منظورتون اینه که این شهروند کیست و چیست و چگونه است. دقیقاً. تو بله. یعنی شهروند خردگراست، یعنی از عقلش استفاده میکنه، نقطه مقابل رعیت و امت. شهروند میدونه که انسان آزاد به دنیا میاد و از حقوق طبیعی یعنی برابری برخورداره، به حق انتخاب، اراده و آزادی انسان باور داره. شهروند در ضمن میدونه که صاحب این مملکته، صاحب این آب و خاکه، آگاهه که نسبت به کشورش چون صاحبه مسئولیت داره و میدونه که در سرنوشت خودش و جامعهش باید شرکت داشته باشه. و فکر کنم یه اشاره بکنیم در مورد این شخصی که میگه پناهنده شدم و روزی برمیگردم که مردم کشورم آزاد باشن. این میتونه این مقدار مسائل رو برامون بازش کنه. این شخص داره میگه که من توانایی مالی و خانوادگی دارم و میخوام خودم رو نجات بدم. برپس اینو میخواد بزنه پای مسائل دیگه. من اشاره کردم به این که اگه جس نباشه، من اینجا فکر کنم اگه جس نباشه خودفریبیه، یعنی ایشون ممکنه فقط داره خودشو ارضا میکنه، سر خودش کلا میذاره. نمیدونم خاطرتون هست یا نه، دو سه سال پس از انقلاب 57 تصویر کارتونی یه مرد ایرانی بود که لب دریا توی جنوب فرانسه یه دونه گلاس شامپاین دستشه و داره اون شعر میخونه که میگفت ایران ایران سرم روی تن من نباشه، گرچه بیگانه بشه هموطن من. بله. ببینین این دیگه به نظر من اوج جست بیمعنی و خودفریبیه. فکر کنم این تصویر برای همه گویا و روشن باشه. از دید من این شخص و این نوع اشخاص باید به جای حرف و شعار آستیناشون رو بالا بزنن. هممون باید آستینامون رو بالا بزنیم با قلمی یا قدمی یا درمی برای آزادی مردممون گام برداریم. آزادی مردم به خودی خود امکان پذیر نیست، ربطی هم به خدا و مذهب و معجزه نداره. آزادی مردم در گروه آگاهی و برنامه ریزی و تلاش و از خودگذشتگی. سپاسگزارم. من ممنونم از شما. چون دوستان میپرسن که اسم شما رو یه بار دیگه بگم، احتمالا قبل از این بوده که اسم رو زیر صفحه ببینن. آقای امیر حسین لادن از اندیشکده مهمان ما هستن. آدرس اندیشکده هست www.andishkade.net و از امروز شماره تلفن واتساپ هم اینجا هست 201-321-295-4796. و اگر کسی با واتساپ با شما تماس بگیره باید میتونن پیام بذارن یا مستقیم میتونن باهاتون صحبت کنن، هر دو. بله. خب پس دوستان امتحان کنید. و میگن که باید میگفت که ما تلاش میکنیم که مردم کشورم آگاه شود. آها، میگن اون آقا مربی فوتبال نبود، آقای فقانی یا فقانی داور بین المللی است. خب داور چیست؟ بالاخره داور یه ورزشی باید باشن، داور عمومی که نمیشه همه بازی ها رو، به احتمال زیاد داور بین المللی فوتبال است. بعد هیچ فرقی نمیکنه که چه منصبی داشته باشه. حالا من نمیدونم منظور این آقای اکبری اینه که مثلا مربی فوتبال از یه مقام کمتری از داور بین المللی
به اصطلاح برخوردار هست نمیدونم. و یه سوالی هم که دوستان داشتن در رابطه به کیفیت فیسبوک و ویدیو و اینها، شاید برای بیننده های شما هم به اصطلاح مطرح باشه، این دوستمون توضیح میده آقای محمدی که همون چیزی که من تقریبا گفتم، وقتی که تقاضا زیاد میشه فیسبوک اون عرضه رو یه مقداری کم میکنه بندویتو، ولی شماها هم میتونید توی سیستمتون اون رو تنظیم کنید. دوستان عزیز اگر صحبتی دارید، بله میگن این آقا داور بین المللی فوتبال بوده. آها داور، آها ببخشید آقا، آقای لادن، بله من گفتم مربی، این دوستون میگن داور، ایشون داور بین المللی فوتبال بوده، ولی باز در نفس و در طبیعت این نوشته و گفته هیچ تأثیر نمیذاره. من 1000% با آقای لادن موافقم در این گفته، و به نظر من این آقای داور یا مربی فوتبال هر کی که هست باید یه توضیح بیشتری بده. بازم آقای لادن اگر صحبتی دارید بفرمایید. من امروز به دوستان گفتم با آقای لادن صحبت میکنم، از هفته آینده اگه بشه ساعت 3:30 با آقای لادن باشیم که هم تفکیک ویدیوها ساده تر باشه، هم به اصطلاح دیرتر بیان سراغ شما، چون میدونم شما طی روز خیلی مشغول هستید، ولی اگه بشه نزدیکتر به وقت ایونینگ آمریکایی‌ها فرایدی آزادتر خواهید بود. این ماجرای ویروس کرونا و تعطیلی ها و اینها، و دیدم که متاسفانه فلوریدا چیز نکرده بود، به موقع اقدام نکرده بود، در کار و زندگی شما هم تأثیری داشته، یا شما چون همیشه اهل مطالعه و تحقیق هستید طبق معمول؟ البته میدونم یکی از کارهایی که انجام میدید، بذارید برای دوستان بگم، شما بوکسور بودید قدیما و ورزش رو همین الانم یادمه که مثلا 4:30-5 صبح بلند میشیم میریم باشگاه و اینا، احتمالا اون باشگاه تعطیله، ولی کسایی بله بله ما اون یک چیز داریم، یه استخر کوچیک داریم و از اون الان دیگه استفاده روزانه میکنیم. توی محلمون میریم، دور محل را میریم، ولی خب تمام تلاشمون اینه که اگر حداقل برای خودمون و برای دیگران تولید دردسر نکنیم و کسی رو یا خودمون رو آلوده نکنیم. چیزی که مسلمه اشاره کردین به استاندار اینجا، یکی از جانورهای دست راستی و انقدر کمدانه که از ترامپ نادان چیز میگیره، چی میگن، راهنمایی میگیره. ببینید اون دیگه ما چه وضعی داریم در اینجا، کوری از ساکش کوره دیگر شده. حتماً برابا. ولی یه حسنی برای به اصطلاح اونایی که تو فلوریدا هستن داره، این چاپلوسی های این باعث شده که ترامپ و افرادی که دور بر اون هستن وسائل لازم رو به این چند تا فرمانداری که بادمجون دور قاب هستن بیشتر بده. شاید یه دلیلی هم فلوریدا مخصوصا چون بعد از اینجا ترامپ میخواد بیاد اونجا، داره از حالا زمینه اونجا رو میسازه با دادن یه چیزایی به عنوان رشوه، اونجا خودش رو توی دل مردم جا کنه. مسئله یه کمی اونه که شما میگین همه درسته، ولی یه چیز دیگه هم هست. اصل مسئله راجع به این که ترامپ این کار میکنه بر دو اساسه. یکی این که کسانی رو که به قول شما چابلوسی نمی کنن یا باهاش همراهی نمی کنن میخواد تنبیه کنه، یعنی نشون میده که رهبر نیست. دوم این که این آوانسایی که میده نه به خاطر اینکه میخواد بیاد اینجا، بلکه به خاطر اینکه بتونه رأی بخره. و این پولی هم که الان دو تریلیون دلاری هم که دارن پخش میکنن، غیر از اون بخش اعظمش که میره پیش شرکت‌های بزرگ، اون قسمتی که میره برای مردم امیدش خریدن رأیه. و تمام هم و غم ترامپ اینه که در انتخابات بعدی دوباره انتخاب بشه، و تمام امید و آرزوی ما اینه که مردم شعور پیدا کنن و انتخاب نشه. این
واقعیت اینه که لیاقت رهبری رو نداره. حالا رهبری آمریکا که هیچی، لیاقت رهبری هیچ جا رو نداره. بله شما کاملا درست میگین. فلوریدا یکی از ایالت‌های سرنوشت ساز در انتخابات است و از طرفی این همیشه عادت به اصطلاح رشوه دادن و اینها داشته، حالا که دیگه آمده شارلاتانیزم رو با سیاست واشنگتن قاطی کرده. ببینیم چی میشه. ضمن راجع به این پولی که شما گفتید، امروز توی رادیو میگم این پولی که گفتیم تا هفته دیگه به دستتون میرسه، احتمالاً تا 5 ماه ممکنه ما طولش بدیم. و من همون موقع یاد جب بوش افتادم که توی مناظره ها، البته خب اون نتونست از پس این بر بیاد، گفت که مردم مواظب باشید وقتی شما یه آدم بی صلاحیتی رو مثل این انتخاب میکنید، اگه یه مسئله بزرگی پیش بیاد، اون موقع این بی صلاحیتیش برمیگرده شما رو به اصطلاح متضرر میکنه، که الان ما داریم مرگ و میرها رو میبینیم و اینها. آقای رادر، امیدوارم این کرونا به شما و خانواده و نزدیکان و اینها به اصطلاح کاری نداشته باشه. ضمن این که همون چیزی که میگن که اگر یه نفرم یه جایی به اصطلاح از بین بره، ما همه باید نگران باشیم. باز برمیگردیم به همین ماجراهایی که بیچاره مردم جهان اسیر شدن در دست دیکتاتورها، و شما در رابطه با این موضوعات هم رفتار و عملکرد دولت ترامپ با عملکرد آخوندها در ایران و این موضوع کرونا صحبتی دارید که بخوام بگید یا راهنمایی برای دوستان باشه؟ حالا راهنمایی که چه عرض کنم، ولی میتونم دید و برداشت خودم بگم. و اون این که شما نگاه کنین، اون اشارهی که کردین به ترامپ و اینی که به یه جا میخواد بیشتر بده و که یه جا کمتر، این نمایانگر عدم شعور و آگاهی و دانششه که بخوای بین یک شهروند با یک شهروند یه تفاوت بذاری، چون یکیش احیانا با تو همراه، یکیش نیست. تو اگه رهبری، باید رهبر مملکت باشی، رهبر جامعه باشی. این کام. و یه اشاره دیگه هم کردیم، مثال جبوش رو زدین که گفتین اگر یه آدم کمدان و بیلیاقتی رو شما بذارین سر کار، بعد در موقعی که نیاز هست میبینین که این همه چی رو نابود میکنه. این فکر کنم عالی ترین نمونهش در میهن خودمونه. و اون این که شما ببینین اصلا نیاز نبود که صبر کنیم برای مسئله مهمی که ما چندین بارش رو داشتیم. برای مثال نگاه کنین به جنگ ایران و عراق، فرق نمی کنه جنگ و کی شروع کرد، به چه دلیلی شروع کرد، چه کسایی بهش دامن زدن، چون هممون در این موردها یک مطالبی رو شنیدیم و خوندیم و میدونیم. ولی اصل مطلب اینه که در یک زمانی کار رسید به جایی که عراق میخواد کنار بیاد، میخواد صلح کنه، و عربستان و نمیدونم اون کشورهای اون اطراف خلیج فارس قبول کردن که دست جمعی خسارات جنگ رو بدن، یعنی میلیاردها دلار بیاد توی خزانه مملکت و بشه به نفع ملت. ولی خمینی نادان قبول نکرد. پس بنابراین به موقعش اشخاص کمدان، اشخاص بیلیاقت، بیکفایت، کسانی که اهدافشون اهداف ملی و کشوری و مردمی نیست، باعث نابودی میشن. خب در ایران چندین اتفاق اینطوری افتاده. ما زلزله داشتیم که هنوز مردم گرفتارن، سیل داشتیم که صدها نفر، هزارها نفر، میلیونها نفر خونه زندگیشون از دست دادن. بعد شما نگاه کنین به کرونا، بعد این حیوانات مرتب در مورد این صحبت میکنن که اگر در حرم حضرت معصومه باشین و اگر دستتون رو بگیرین به حرم حضرت رضا و این داستان ها. خب یکی باید به این رو بگه که اگه راست میگین، چرا خودتون و خانواده هاتون یا همش کنار ایستادین یا میرین در جاهایی که مردم نباشن، بهترین وسیله در اختیارتونه. اگه راست میگین برین تو حرم. بسیار ممنونم. در رابطه با همین آخوند و آخوندبازی یه خبر خوب برای شما دارم. وزیر بهداشت اسرائیل
و از یهودیان تندرو دستراسی آقای باکوف لینزمن که چند روز پیش گفته بود عید پاک میرسد و عیسی مسیح میآید و ما از کرونا نجات پیدا میکنیم، همراه همسرش کرونا گرفته و قرنطینه شد. البته این دوستمون نوشته این آخوند فکر میکرد با آمدن عید پاک ویروس کرونا از بین میره، خودش قبل از عید از بین رفت، اون کرونا گرفت با از بین رفت دو تا موضوعه. من شخصا امیدوارم از بین رفته باشه و هرچی اینا کمتر بشه بشن، امیدواریم که برای نسلهای آینده به اصطلاح آفت و بلای کمتری باشه. بازم ممنونم از شما، باز اگر صحبتی هست بفرمایید. ضمناً به دوستان پیشنهاد میکنم برای تماس مستقیم با شما یا از طریق وبسایتتون اندیشکده.net یا از طریق فیسبوک شخصی شما امیر H لادن با شما تماس بگیرن و خودم هم امیدوارم که ما بیشتر شما رو داشته باشیم در برنامه های طولانی تر. حتما سپاسگزارم، در اختیار در کنارتون خواهم بود. فقط میخوام در خاتمه یک گریز بزنم به صحرای کربلا دوباره برگردیم. این چیزی که شما راجع به این گفتین که هرچی از این نادانها کمتر بشه بهتر، گریز بزنیم به شهروند. هم مقام ما اینه که ملت ما، مردم ما شهروند بشن، آگاه بشن، بدونن که صاحب ایرانن و در مقابل این صاحب بودن مسئولن که سرنوشت خودشون و جامعه رو در دستشون بگیرن. روز همه خوش. ممنونم از شما. خانم دکتر جیلانی از پاریس میگن که ایشون مسیح رو مسخره میکنه، فکر کنم یعنی منظورشون اون ربای، ولی فکر نمی کنم، اینا هم به مسیح هم اعتقاد دارن به یه نوع دیگه، اتفاقا اونا میگن مسیح کلیمی بوده و اینها، ولی خب اینو میتونیم بعدا در مورد صحبت کنیم. آقا از شما ممنونم، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. ضمن این که دیگه ویک دیز و ویکند میگن هیچ تفاوتی نداره. خیلی ممنون که با ما بودید، مرسی. به امید دیدار. خب دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم. همونجوری که گفتم از فیسبوک میتونید با ایشون امیر H لادن، از اینترنت اندیشکده.net و از امروز هم که این شماره واتساپ 201-321-295-47-96 تماس بگیرید. خیلی ممنون که با ما بودید. این ماجرای کرونا و رفتار و عملکرد دولت‌های مختلف هم بحث جالبیه که میشه روزها در موردش صحبت کرد. آقای مانی خورسندی هم روز شنبه 13 به در رو با ما بودند، از این بابت ممنون و متشکرم و امیدوارم که ایشون هم همونجوری که روز 13 به در گفتن در فکر هستن که برنامه‌ای رو داشته باشن با ما باشن. و باز هم پیشنهاد میکنم بهترین موقع برای شروع برنامه‌های تلویزیونی همین ایام است، به چند دلیل. مهمترینش اینی که اگر شما فعال بودید، بیرون بودید، اتفاقا شما ممکنه افسرده بشید. ماهایی که الان سالهاست این کار رو هر روز انجام میدیم و از همین منزل و استدیو هستیم، برامون عادی شده، ولی افرادی که از صبح تا شب در جنب و جوش و کار و اینها هستن الان فکر میکنن که یه چیزی کم دارن، یه گمکرده‌ای دارن. گمکرده های شما توی خونه هاشون نشستن، شما به وسیله برنامه ها برید با اونها صحبت کنید و با اونها باشید. قبل از برنامه من دو تا مصاحبه داشتیم، یکی با آقای غفور فتاحیان از پاریس و یکی دیگه هم با آقای علی جهانی از آلمان. این ویدیوها همین الان به من خبر دادن که روی صفحه کانون آوا و یوتیوب قرار داده شده و میتونید استفاده کنید. میگن که آقای خورسندی میگه یعنی شما به سلول انفرادی عادت دارید. بله، یه جورایی بدم نیست، اینا رو آدم تمرین کنه گاه گاهی. شما چرا میری بعض وقتا کوه نوردی؟ برای که اگه یه روزی یه جایی رفتی گرفتار شدی، نیم ساعت قراره از کوه بری بالا، نه که خب حالا من که نمیتونم برم بالا، همین پایین میشینم تا بمیرم. و
و تمرینای سخت ورزشای سخت چرا طرف میره اینقدر وزن برداری و اینا میکنه، به بدنش فشار میاره که بدنش تحملش زیاد بشه. ما هم تمرینمون توی این دلا خوب. راستی شعری که من نوشتم دیدید براتون بذارم، بابا این سوربی شیرازی شاعرم شد، اینه، بذارید اینجا براتون بذارم. بله، پلیر 5. دلا خو کن به تنهایی که از کرونا بلا خیزد، کرونا آن کسی گیرد که از تنها نپرهیزد. شاعر تنبل، سوربی شیرازی. اینم از این. و یک بار دیگه امیدوارم این خبر درست باشه که عید پاک نرسید و این رفت، این وزیر بهداشت اسرائیل بوده. خود اسرائیل مشکلات بزرگی الان در رابطه با تولیدات و اینها داره و مخصوصا چون اینها زور میگن و مرز رو میبندن و باز میکنن اینها و کارگراشون بیشتر از فلسطین میان اونجا برای اینا کار کنن، اونها هم یه نوعی از ترامپ شالاتان هستن، برای کار و دستمزد کم و بدبختی و اینها فلسطینی ها خوبن، حالا یا از زیر فنس بیان یا از فنس بیان یا با پاسپورت بیان، ولی برای آزادی و اینها بدن. همین مشکلی که الان این بنده خدایی که چند سال کار کردن مالیات دادن از پولشون، الان این چکایی که داره میاد، دیدم اون روز آقای عباس صالحی این خواننده با افتخار اعلام میکرد چک هاتون داره میاد در منزلتون، انگار که این چکار ایشون نوشته. آقا این چکار مردم مالیات دادن، بنده که اینجا هستم 30 چند سال مالیات دادم، داداشم که 40 سال اینجا هستن مالیات دادن، یه مشت مفتخوری مثل ترامپ و اوباما و اینها از بر این خوردن و بردن و دزدیدن، حالا اینقدر باقی مونده همونو به خودمون میدن. حالا دیگه کم مونده بود که آقای صالحی هم بیاد به ما منت بذاره که این پولا داره میاد، این پولا رو به جایی که با یه سیستمی مدیریت کنند به درستی سریع به دست مردم برسه، با افرادی مثل اون مردی که من نمیدونم این چجوری توی سکس کار میکرده، این منچنه که وزیر ترژری، ازش دارن سوء استفاده میکنن. همین الان اسمال بیزنس ادمنستریشن BSA که قرار شمایی که شرکت داشتی به بانک تماس بگیری، میگن به این سادگی نیست، تمام وبسایت ها کراش کرده. کراش یعنی تنبیده پایین، رنبیده، اومده پایین، پکیده به قول معروف، کار نمیکنه. خود بنده که اینجا نشستم اتفاقا نامش اینجا هست، چون اون شرکتی که کار میکردم نوشته فعلا شما لی آف هستی، اینه بعد این نامه لی آف، نوشته لی آف هستی، با ایمیل هم فرستادن. شما میری رو اینترنت میگی آقای ویرجینیا منی که اگه 800 دلار میساختم تا 80-90 دلارش تو و تو و تو میگرفتین، حالا من کار نمیکنم، از اون پولایی که برام جمع کردین به من بدید. اینو شما نمیتونی الان بهش اکسس داشته باشی، باید وایسی به خاطر بیلیاقتی اینها که دیر جنبیدن. اگه به موقع عمل کرده بودن خیلی وقتا این بلاها آمده و رفته، اصلا مردم شهروند به قول آقای لادن متوجه نشدن، برای که اونی که مسئول بوده اون ادمنستریشن یا اون دم و دستگاه درست هندلش کرده. درست مثل رانندهی که وارد جاده پیچی هست، دست اندازی هست، قبل از اینکه برسه اونجا آهسته میره، سر پیچ یواش میره، شما آب تو دلتون تکون نمیخوره. یا یه اولاغی مثل ترامپ میشه راننده اتوبوس، شما هم سوار شدی فکر کردی این با اون دروغایی که گفت شما رو به مقصد میرسونه، هر جا میخواد بپیچه از این ور شما میخوری به شیشه های اون ور، هر وقت میخواد از این ور بپیچه از اون ور، هر وقت هم ترمز میزنه همه میرن تو شیشه. تفاوتش اینه. و اینا برای من اوباما و جورج بوش و ترامپ و کلینتون و اینا هیچ فرقی نمیکنه. همه اینها به قول عبدالبها و بها و اینها شاخه های یک درخت هست. اون درخت اصلیش که کپیتالیسمه، اون شما برید ببینید همه اینا از یه نوع مدرسه و یه نوع دانشگاه و حالا اگه چند نوع هم هستن همشون جز اون مثل مثلا با اینجا داریم، ببخشید من اگه آدامس میجوام دلیلش بهتون گفتم. میبینید وقتی که آدامس تو دهنتون هست همیشه دهنتون خیس میمونه، اون ویروس رو میده پایین تو معده، ضمناً اون سرفه های خشک و اینا رو هم ندارید.
پس آدامس این آقای صمد آقا میگفت حرفای این سربی هم مثل آدامسه، هر چی میجوی چیزی تو شکمت نمیره. برعکس آقای صمد آقا شما اشتباه کردی آقای پرویز صیاد، این آدامس محاسن زیادی داره. یکی مثل حیواناتی که نشخوار میکنن، شما وقتی همینجوری میجوی این بزاقی که میره پایین اسیده، اون ترشح و اینا خوراکی هم که چیز درست بهتر تحز میشه. این تا اینی که میدونستیم بود. دوم سومیش اینی که این روزها با بزاق و اون آبی که میبره پایین از گلوتون، این ویروس رو میبره توی معدتون و از معده خارج میشه. آقا این شعر قدیم ما چه مسمایی داره این روزها، دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. البته میدونید خیلی ها آقای مانی مثل شما اون به اصطلاح استعداد شعر و زبان فارسی اینا ندارن و متوجه نمیشن این تنهای اولی چیه، تنهای دومی چیه. ما سالها طول کشید همینجوری میگفتیم چه باجا میگه دلا خو کن به تنهایی، بعد از اون ور میگه از تنها بلا خیزد. تنهایی اولی خودت هستی و تنها بودن، تنهای اون دومی آدمها رو میگه تنها، اونا تنن دیگه، یک تن دو تن سه تن و تو هم تنی. دلا خو کن به تنهایی که با خودت باشی که از تنها بلا خیزد. واقعا این روزا از تنها بلا خیزد. و یک متممی اضاف کنم، چی میگن تو ایران الان میگن، یه پرانتزی باز کنم که خود ما هم یکی از همون تنها هستیم. یعنی برای دیگران اونا دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. روز و روزگارتون خوش، ولی برنامه رو ادامه میدم چون امروز مخصوصا به جای دو چند دقیقه آمدم. دلیلش هم اینه که من برنامه های کانون آوا که تموم میشه باید اون ویدیوها رو برای کانون آوا ارسال کنم، یه مقداری طول میکشه. بعدم وقتی 2 ساعت برنامه داری توی سن 63-64 بعد از بین 2 تا برنامه زنده، اونم برنامه های 2 ساعتی، باید میگن عرض ادبم، آمریکایی‌ها میگن نیچر کال، یعنی به دستور کال نه بله طبیعت پاسخ بدی. حالا از کجا این صادر میشه و اینها دیگه خودتون بهتر میدونید، اگه نمیدونید صبر کنید سنتون که رفت بالاتر متوجه میشید. خب ببینم دیگه براتون چی گذاشتم، چند تایی دیگه بخونیم و 20 دقیقه حدود 17-18 دقیقه دیگه. امروز آقای حسن ارشاد با شما دوستان برنامه دارن، صحبت دارن، 2 تا ویدیو. متاسفانه به دلیل این کرونا و ما از طرفی میخواستیم اینستاگرام رو راه بندازیم و گفتم یه مش از این چیزا هم گرفتیم و آوردیم و گذاشتیم، بعد دیدیم اینستاگرام هم حتی حوصله شنیدن 2 ساعت مزخرفات ما ایرانی ها رو نداره و محدود به 1 ساعت. بعدم دیدم چند نفر بیشتر نیستن، گفتم آقا نخواستیم، واقعا یه جایی با خودمون خط بکشیم بگیم آقا توانایی من در این حده. فیسبوک هستم، مردمتیوی.com هستم، دیگه کجا هستم؟ روی فیسبوک رو 2 جا هستم، بعدم روی یوتیوب هم هستیم دیگه، همین 3 تا ما را بس. اگه شما مایل باشین جاهای دیگه پخش کنید و اینا، ازتون تشکر میکنیم. و اما اون شخصی پناهنده شدم روزی برمیگردم که مردم کشورم آزاد باشند رو با آقای لادن به اصطلاح یه جورایی باز کردیم. شما اگه نظر دیگه ای دارید بفرمایید و تایید کلام شما. این نامه ای رو که کیم جونگ اون نوشته برای ترامپ بهتون نشون بدم. البته این نامه قبلا هم آمده بود ولی هیچ مسئله نیست، این میگه نامه های عاشقانه برش میاد، ما هم این نامه رو نشون بدیم. ترامپ چون بی سواده، دیدید هر وقت هم یه نامه برش میاد مثل این ملای جودا میذاره تو جیب پالتوش، میاد میگه که این سعید میگه سعادت آن کسی دارد که از سربی بپریزد. بفرما حالا دیگه، تا هم یه مدت با ما گشتی شاعر شدی. بله ترامپ فکر میکنه که جیم این برش چی داده، به اصطلاح با کد نوشته، اینو میبره بین دوستان و اینها نشون میده، بعد معلوم میشه اینو شما بنویسید از اونوری نگاه کنید اینجوریه، این اچ، این ای، این ال ال زیرو یعنی هلو از هولم
به آلمانی میشه آشلوخ، به ایرانی هم میشه چی بگم دیگه، خودتون پیدا کن. بله گفته هلو اسهول، حالا خود اونم یه اسهولی بیش نیست. و توی این زمانی که همه دنیا الان گرفتار کرونا هستن، مردی که توی کره شمالی دوباره موشک هوا کرد. خب از اون برم مجاهدین از مردم ایران میخوان که بیان تو خیابونا. خیلی احمقن اینا واقعا. آخر روزی که مردم میان بیرون شما میگین کسی نمیاد طرف شما. الانی که مردم خونه نشستن، خود مردم با هم دیگه نگاه کنید دعواشونو. البته بعضی جاها دیگه بیجا است، طرف اومده میگه آقا چرا اومدی اینجا، میگه ما سال یه بار دور هم جمع میشیم. آقا بذار بمیره، حالا دیگه تو چرا داری باهاش دعوا میکنی؟ بعد میبینیم که این یقه اونو میگیره، ولی برای نمیدونم مراسم مذهبی و فلان اینها آخوند و مردشور و نماز میت و اینها بدون هیچ مشکلی دور هم جمع میشن. همین مشکل تو آمریکا هم هست هنوز که هنوزه. فلوریدا میگه اینایی که میخوان برای مراسم مذهبی دور هم جمع بشن جمع بشن. و دیشب یک خانم گریه میکرد، میگفت که مادرش 90 سالشه، فکر کرده لطف میکنه رفته تولد مادرش رو با 4-5 نفر از فامیل و دوستا جشن میگیرن، وقتی برگشتن 6 نفرشون به اصطلاح این بیماری و میکروب رو گرفتن، 2 نفرش هم تا دیشب مردن. حالا هی بگید که نه بابا اینه دیگه دوستمونه، اینه اون یه فلانه، اینجوری نیست، همین دوستمونه، اون دوستم با فامیلش در رفت آمده، اون فامیل با مواظب باشید. بله چرا مسعود رجوی در آخرین پیام 4 فروردین خود از آمریکا حمایت کرده؟ 4 فروردین، امروز 15 فروردین دوستان، یعنی 11 روز پیش. من نمیدونم، ولی مسعود رجوی وجود خارجی نداره دوستان، یعنی میتونیم بگیم وجود نداره، ولی برای که آقای فیلابی و دوستان از ما گله نکنن میگیم وجود خارجی نداره. آقا اگه داره بیارش خارج ببینیمش. آقای فیلابی شما مجاهدی، چرا شما نمیترسی؟ آقای ایکس ایگرگ خانم ای بی سی چه اونا هم نمیترسن، این خونش از اونای دیگه رنگین تره، الا اینکه یا مرده یا صدمه دیده معلوله، که ضمناً هیچ فرقی نداره 40 سال زنده بود چه غلطی کرد. بگذاریم. بله از سمت بالا به راست آبها، اینم همین نادانی های افرادی که توی دین های مختلف هستن و اینها، میگه که اینو از کشور عربی و خلیج فارس این دوستمون فرستاده و میگه من براتون ترجمهش کردم که این هست. این آقای ساینتیست توی آزمایشگاه و لب و لابراتوار با میکروسکوپ و نمیدونم با استوانه چی میگفتیم، این لوله های آزمایش و یک چی بود، بشر بود، پیپت یادم رفته از بس من شیمی دوست نداشتم. anyway این میگه که میگه این وایستاده منتظر یه کتابم دستشه اون پشت قرآن. آقا اینجام هستن، این کتابم انجیله، اینجام هستن، اون کتاب توراته که میگن شما بشین هر زحمتی میخوای بکش، هر چی پیدا کردی، هر پیشنهادی به ما کردی، ما با یک نگاه به این کتاب به تو میگیم این باطله، این بیخوده و عمل نمی کنیم. و میبینید که اینجا عمل نکردن، ولی خوش آمد یکی از اینا رو گرفتن. مردم هم الان میگن آقا اینو شدیداً به اصطلاح مجازات کنید یا جریمه کنید که پندی بشه برای دیگران. ولی جریمه اینا یعنی چی؟ بعد میاد تو تلویزیون میگه من جریمه شدم، اینقدر یه پولی هم میسازه. مثل تلویزیون های ایرانی یادتونه چند سال به شما هی دروغ گفتن آقا جمهوری اسلامی ماهوارمون رو زد، یکی نبود به اینا بگه آقا اسهول آشلوخ تو ماهواره داشتی، تو یه ساعت کرایه میکردی از کلیمی های نیویورک، که بعدم تازه شایع شده بود که حتی رفسنجانی اینا هم تو کار ماهواره هستن، تو یک ساعت اون به اصطلاح ایر تایم کرایه میکردی، برنامه میذاشتی، میگو ماهواره ما رو زدن حالا پول بدین. چی بود؟ چندین ماه اینا میرفتن. تو آمریکا شما وقتی میری یه جایی 2 بهت مجانی میده، بعد تا بخوان بجنبن به خودشون شما 3 که قسط نداده باشین اینا هنوز متوجه نمیشن، مخصوصا اگه هیچ چک بعد بهشون بدین. برید فیلم روزن رو نگاه کنید، چک میداد بعد مسخرهشون میکرد، میگو چک فرستادم، بعد یه 2 هفته
نوشته بود خانم یادت رفته امضا کنی، بعد میخندید میگفت بله یادم رفته امضا کنم، این بار امضا میکرد دوباره میفرستاد، بعد دو هفته اونا میذاشتن به حساب، بعد دو هفته بانک میگفت پول نیست، بعد دو هفته اونا به این میگفتن اگه تو فلان موقع ندیم قطعش میکنیم، شده بود 6 ماه. خب کجا بودیم؟ برگردیم به اینجا، از راست به پا و تأکید کلام شما. آره یه جوکی هست اینو قبلا به انواع مختلف شنیدیم که مثلا یکی میگه که کشور ما انقدر پیشرفته است، من از روش میخونم، میگه که British doctor said in Britain medicine، میگه دکتر انگلیسی میگه در بریتانیا یا در انگلستان انقدر علم پیشرفت کرده که ما لیور، چی میشه جگر؟ بله لیور رو، یکی سفیده است اون ره ششه، یکی بله جگر یه نفر رو در میاریم میذاریم، بعد 6 هفته این بالا میشه میره سر کار، این اینا که عوض میکنن تو ایران نمیدونم بهش چی میگن، اهدای عضو. همین داستان پایتخت رو ببینید، روی اینترنت هم هست، به نظر من داستان قشنگیه، تا اونجایی که حالا بعد دیگه شروع نکنن زیادی کشش بدن، الان شروع شده یکم کشش میدن، الان شروع شده مثل فیلم های آمریکایی هی اونایی هم که مردن زنده میشن، الان شروع شده نگاه میکنیم اینی همشون یکی یه بار سکته کردن، همشون یکی یه بار لکنت زبون دارن اینا، ولی از این اگه زیادتر شد دیگه بی خود میشه میره. توی اونم راجع به این که اعضا یا عضوهای اون پدرشون رو دادن به این ور اون ور به افراد مختلف و چندین نفر الان زنده هستن از این بابت هست، من هنوز با اون مشکل دارم، واقعا نمیدونم چی کار آدم باید بکنه، و میگم حتی از لحاظ سوزوندن، کفن، دفن، خاک کردن اینا هم مشکل بود، تا اینکه یکی از دوستان ما وقتی فوت شد گفت که بدن منو بسوزنید، نمیخوام چیز کنه، ما تصمیم گرفتیم بسوزونه، ارزون تره. بعد دکتر انگلیسی میگه ما اینقدر پیشرفت کردیم که جگر اینو با اون یکی چیز میکنیم، بعد از 6 هفته میره سر کار. دکتر آلمانی میگه تو اینو میگه این که هیچیه، ما توی کشورمون مغز یه نفر رو با یکی دیگه عوض میکنیم، بعد از 4 هفته میره سر کار. دکتر روسیه میگه که ما نصف قلب یکی رو میگیریم میذاریم تو بدن یکی دیگه، بعد از 2 هفته درست میشه و میره سر کار. امریکن دکتر میخنده، دکتر آمریکایی میخنده و میگه بابا شما همتون عقب هستین از زمان، ما چندین ماه قبل، این جوکر رو بهتون گفتم قبلا هم گفته شده، مذهبی میگه چندین ماه قبل، باید بنویسه a few years ago، چندین سال، بعد چندین ماه قبل یک آدمی رو آوردیم که نه مغز داره، نه قلب داره، نه جگر داره، نه شش و ریه داره، و اینو کردیم پرزیدنت. کیه؟ شالاتان ترامپ. بله میگه که سوربی 2 تا از همکارای من در 2 هفته قرنطینه و تنهایی با همسر بدون بچه ها انقدر با هم جر و بحث کردن که هر دو تقاضای طلاق کردن. ای داده بیداد. بله میگن بعد از اینکه این ماجرای کرونا بگذره تعداد طلاق ها میره بالا، چون اینا اگر لابی دابی هم بودن با هم دیگه توی این مدت همدیگه رو به خوبی میشناسن، نقاط ضعف و ایناشون دیگه رو میشه و چی میکنن. میگه که من بخشیدم به دانشگاه حال کنن با جسد من. اتفاقا اونم وقتی اعضایش رو بخشیده بعد بدنش باقی موندهش و اینها رو داده بود به دانشگاه، که وقتی دوستش آمد گفت میخوام فاتحه بخونم، برو بریم قبرستون، گفت آقا قبرستون که نه دانشگاه، گفت اه حالا دیگه تو دانشگاه قبرم خاک میکنن، طعنه بود به اینکه تو دانشگاه نماز بخونن اینا، گفت نه این جسدش رو دادن به دانشگاه که اونجا تو کالبد شکافی و اینها دانشجوها یاد بگیرن. بله اونم یه فکر خوبیه، شجاعت شما بیشتر از منه. خیلی ممنون دوستان عزیز، اگر شما هم مایل باشید میتونید در تلویزیون بر مردم برنامه داشته باشید، فردا ساعت 11:30 به وقت واشنگتن، به وقت نیویورک شرق آمریکا، و 8:30 صبح با آقای بها ابهری هستیم. ایشون هم فیسبوک شروع انداخته، یه شماره تلفنم گرفته که شما با اون شماره تلفن میتونید مستقیما باشون تماس بگیرید، دیگه شماره تلفن ما رو نمیبینید.
فیسبوکشون هم به فارسی هم به انگلیسی Looking for Truth، در جستجوی حقیقت میتونید پیداش کنید. بذارید من اصلا اینجا بیارم بهتون نشون بدم که اگه میخواین باشون تماس بگیرید یا صحبتی دارید یا احیانا بخواین مهمونشون باشین. Looking for Truth، حالا فردا نشون میدم چون این بعض وقتا وقتی مینیسیم اینی این اسم خیلی از وبسایت ها بله بها ابهری آمد اینجا، یا اسم بها ابهری هم که میذارید خودش این میاد. Looking، آها ببینید اینجاست، Looking for Truth. امروز عکس میگیرم از این که در حین برنامه بتونیم این رو بهتون نشون بدیم. فردا صبح ساعت 11:30 به وقت واشنگتن، 8:30 به وقت کالیفرنیا، چه فارسی بنویسین چه انگلیسی بنویسین، در جستجوی حقیقت Looking for Truth Public Group و نوشتن دوستان دعوت همگانی از علاقمندان و دوستانی. بذارید اینو بهتون نشون بدم. آره این دو صفحه و سه صفحه داشتن اینها مشکلاتش اینه که ایشون هی از این صفحه باید بره اون صفحه، از اون صفحه اونو بیاره. اگر بتونن همه اینا رو یه جا کنن راحت میشه. دعوت همگانی از علاقمندان و دوستانی که محبت کرده و تا روز شنبه به نگاهی به با نگاهی به این وبلاگ نقد و پشت با پشت پیشنهادی در مطالب مطرح شده دارند. آقا این جمله غلطه، شما بخونش. از علاقمندان و دوستانی که محبت کرده و تا روز شنبه با نگاهی به این وبلاگ نقد و یا پیشنهادی در مطالب مطرح شده دارند، یه دفعه تموم میشه، چه در این مورد به خصوص، و جملهاتونو طولانی میکنید خواننده گم میشه. اوکی، به خصوص با موارد مشابه دعوت میشود روز شنبه آینده 9 فروردین، فردا آقا 16 فروردینه، بله این مال قبلیشه، این مال هفته قبله، قرار بود دیروز اینو عوض کنن، نرسیدن به اینجا. چرا؟ چون صفحه ها اتفاقا ببینید به من گفتن که تا هستی من اینو بذارم، گفتم آقا وقتی من نیستم این کار انجام بدید. دوستان هر کاری رو که میتونید وقت یه نفر تلف بشه اونو انجام بدید، نکنید وقت دو نفر. بعد گفتن خب حالا می‌نویسم ادیتش میکنم، نتیجهش این میشه که هنوز این بالا چیز هست، تاریخ اون هفته هست و این تو صفحه ای هست که ما فردا میخوایم از طریق این صفحه این ویدیو رو پخش کنیم. دوستان عزیز ساعت 3:54 هست. باز از دوستانی مثل سعید که همیشه همراه ما بوده، از پتیک عزیز، از آقای اکبری، از آقای قوانلو. تا امروز چرا من میگفتم قوانلو، بر وزن دوانلو و اینها میگفتم، ضمن این که ما از اون ور داریم اوسانلو، تیمسار اوسانلو، پایگاه شما 4 شیراز بودن. مردی بسیار نیک، روان شاد و یادش گرامی باد. خب دوستان اجازه بدید من 4-5 دقیقه قبل از 4 برنامه رو به پایان برسونم و 2 ویدیو شماره 1 و شماره 2 قسمت های 264-1 264-2 آقای حسن ارشاد رو براتون بذارم. اینجا نوشتم مهران مدیری احمق و کشیدن مردم به استودیو برای برنامه های لوس و چیش. بله یک شاهین فاتحی ویدیو ترامپ که ویروس هست، اینو براتون بیارم اینو نشون بدم. آقای شاهین فاتحی، بعض وقتا چیزها رو که می نویسم یادم میره، حالا خوب شد اینو دیدم. ویدیوی هادی خورسندی هم گذاشته بودن در پیام مانی خورسندی که متاسفانه دیگه وقت نداریم، یه وقت دیگه آقای هادی خورسندی درباره کرونا گفته و من این ویدیو رو بهتون نشون میدم و با قیافه نحس چرا آقای شاهین فاتحی با قیافه نحس نمیدونم، شاید آقای شاهین فاتحی هم 2 صفحه داره، امان از این، بله نمیدونم، در حقیقت تو این صفحه نیستن، تو این صفحه که عکس تخت جمشید هست نیست و من گذاشته بودم اینجا که بهتون نشون بدم حالا چقدر طرفداران ترامپ خوشحال میشن. برید خودتون نگاه کنید، بنویسید
روز و روزگارتان طلایی. آقا یاد اون داستان پادشاهی افتادم که میخواست همه چی طلا باشه، دست زد حتی به دختر خودش، دخترش طلا شد و اینا. واقعا اونم خوب نیست همه چیز طلایی. خب دوستان، برنامه ما همینه، خیلی خودمونی، مثل توی مجلسی که آمدیم با هم صحبت میکنیم. بله یه چیزایی رو از قبل تهیه میکنیم بیام به شما میگیم، ولی اونجوری نیست که وقتی برنامه داریم صدامون عوض بشه، جست نشستنمون عوض بشه. امروز رادیو آقا همینی که هستی. البته بعضی وقتا اگه اونا اونجوری عمل نکنن شما نگاه نمی کنید، تمام برنامه ها رو نمیشه اینجوری. شما مثلا اگر تبلیغ برنج رویال رایس میخوای بکنی، نمیشه بیای بگی آقا برنج رویال رایس خریدم چقدر خوبه، برو با بگی رویال رایس محصولی فلان در فروشگاهی که اطمینان دارید، میگم چی؟ به آن محصولی که به آن اطمینان دارید و فلان. یا میگن در فروشگاه های، نمیگه محبوب شما، فروشگاه های محبوب، یه چیزی میگه که یعنی اینا خیلی مطمئنن. آقا بلون اوکی، در قلب وینا. خب من متوجه نشدم سعید جان، جای آبجو خالی. عجب آبجوی اون روز خوردم تو برنامه، از اینجا بلند شدم رفتم دیدم آقا عجب حالی داره. وقتا هم میگفتن وسط روز آبجو نخورین، یا این اون میگه آقا هنوز پنج نشده، هر وقت دلتون خواست بخورین، چون یه جای دنیا اون موقع پنج عصره، جای آبجو خالی. بد نیست، من اولین مجری برنامه هستم که آبجو و مشروبم آوردم خوردم. یادمه شبخیز بعدن گفت که سول بی دمت گرم، همه ما این کارا رو میکنیم ولی ما همه تظاهر میکنیم. گفتم آقا من نه ترسی از کسی دارم، نه بدهی دارم، تظاهر نمی کنم، الان دارم آب میخورم، قبلش چای خوردم تو برنامه قبلی، از اینجا برم آرشیو و اینا رو درست کنم، آبجو میخورم. سلامتی، روز روزگار و شما خوش. بریم برنامه های تلویزیون مردم رو دنبال کنیم. برنامه آقای مانی رو میذارم، فیلم تختی رو میذارم، برنامه آقای ارشاد میذارم، برنامه های کانون آوا رو میذارم و سوربی. ببینید این تلویزیون 5 تا برنامه داره، شما اگه اینجا برنامه بگیرید هر 5 تا برنامه یکیش مال شماست، ولی اونی که 24 تا برنامه داره شما میشه 25 ام نشونم نمیده میذارت بیرون. منتظرتون هستیم. خدا نگهدار، با امید دیدار. خب اینجا از اینجا خاموش کنیم، 1 2 3 این اصلی مرسی.